بر همه دوستان، امیدوارم در کمال سلامت باشید و ساعات خوبی رو هم تا این لحظه از روز سپری کرده باشید. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در شروع برنامه ایجاد شد، ناخواسته بود، امیدوارم ولی ما رو ببخشید. با یکی دیگه از برنامه های مسئله شناسی پایداری اجتماعی ایران در خدمتون هستیم که به موضوع مواد مخدر در ایران میپردازه. این برنامه به مناسبت 5 تیر و 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدره، اما تصور میکنم سعی و تلاش ما در این برنامه اینه که برنامه متفاوت از اونچه که در برنامه های رسمی این روز برگزار میشه و عموما در حقیقت به ارائه یک سری آمارها میپردازه، اما آسیب شناسانه به وضعیت این موزل و آسیب اجتماعی در ایران چندان با دقت نگاه نمی‌کنه، این برنامه برنامه متفاوتی از این دست باشه. در برنامه امشب در خدمت آقای دکتر گراوند هستیم، پژوهشگر آمار و مسائل اجتماعی در ایران، که توی سالهایی رو که من سعادت آشنایی با آقای دکتر گراوند داشتم یه سری ویژگی‌های مثبت در ایشون جمع شده که به نظرم باعث میشه که در این حوزه دانش ایشون یک دانش کاربردی و علمی باشه. اول اینکه با مباحث در حقیقت تئوریک و نظری آشنایی دارن، اما در سالهای گذشته به صورت عملی هم با موضوع درگیر بودن، با مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی از منظر آمار به خوبی مواجه شدن و شاید در سالهای گذشته یکی از افرادی که باعث شد کلن موضوع آسیب‌های اجتماعی در کانون توجه سیاستمداران عالی رتبه ایران قرار بگیره، آقای دکتر گراوند بودن. این رو از این نظر عرض می‌کنم که در حقیقت یادمون باشه که برای اثرگذاری در عرصه سیاست‌گذاری و برای اثرگذاری اجتماعی یه سری ویژگی‌ها باید در افراد جمع شده باشه تا بتونن فرد را تبدیل به یه فرد اثرگذار بشه. همینطور که امشب خواهیم دید، آقای دکتر گراوند یکی از بزرگترین هنرهاشون اینه که مسائل و مطالب شاید خیلی پیچیده و اون چیزی رو که اساتید دانشگاه با زبانی خیلی پیچیده بیان میکنن، خیلی ساده و با زبانی طرح میکنن که برای همگان قابل فهمه و قابل درکه، و به همین دلیله که با مخاطب و با سیاستمدار و سیاستگزار به نظرم به خوبی میتونن ارتباط بگیرن. من بیشتر از این برنامه رو در حقیقت به تأخیر نمیندازم، شروع برنامه رو میریم در خدمت آقای دکتر گراوند باشیم. آقای دکتر گراوند، اگر صحبت مقدماتی با بینندگان این برنامه هست بفرمایید تا بعد از اون بریم سراغ پرسش های ما از شما و بحث امشب که ایران و مسئله مواد مخدر است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی که ارتباط بنده رو با دوستانم و با مجموعه کارشناسان این کشور در این حوزه برقرار کردید. من توفیقی بود در خدمت حضرت عالی باشم. این توصیفاتی که فرمودید یه حدیث نفس خودتون رو کردید، وگرنه من میشه گفت حداقلی بودم در یک گوشه و در یک منظومه ای از دوستانی مثل حضرت عالی و دوستان دیگه ای رو کاری بوده و بنده هم یک گوشه خیلی خیلی فراوان کوچکش رو به دوش گرفتم و اقتضای سنم و کارم این بوده که در کنار شماها باشم و در این موضوع مسائل اجتماعی ایران حداقلی باشم در کنار شماها. این شما ذکر خیر خودتون رو کردید و بقیه دوستان، بنده کمترین این بازی بودم و هستم و امشب هم حضرت عالی لطف کردید که بنده رو به این جمع خواندید و جمع دوستانمون. من هم مثل حضرت عالی سلام میکنم خدمت دوستان، امیدوارم در این گفتگو حداقل گیر این دوستان بیاد و یک شناختی از اوضاع اجتماعی فرهنگی اقتصادی ایران داشته باشند و امشب نکته به نکاتی که میدانند اضافه شده باشند. عموما دوستانی که چیزی رو یا گفتگو رو میشنوند خوششون میاد، دکتر بیشتر مال اینه که خودشون اون رو بلدن ولی از کسی دیگه یه تایید مجدد میگیرن. یعنی به نظر من هر کسی از یک گفتگوی از سخنرانی خیلی خوشش میاد برای اینکه دانسته های خودش رو تایید میکنه اون گفتگو، و اگر دوستان خودشون خوششون اومد حتما دانسته های خودشونه و اگر خیلی بهشون نچسبید حتما تکرار مکرراتی بوده که اون دانسته ها رو خیلی دیگه شدیدن. اجالتا من هنری نداشتم، هرچه هست از هنر شما و اون دوستان هست، امیدوارم که
حداقل خوششون بیاد، یعنی که خیلی بعدشون نه در خدمت. خواهش میکنم، انشالله که همینطوره و امیدوارم برنامه خوبی باشه. آقای دکتر اگر موافق باشید از یک توصیفی از وضعیت شیوع مصرف مواد مخدر در ایران شروع بکنیم و حالا اطلاعات و آمارهای مختلفی در مورد سن شروع مصرف مواد مخدر، تغییراتی که توی سالهای گذشته در حوزه در حقیقت مصرف مواد مخدر از نظر تغییر جنسیتی از زنان به از مردان به زنان، یا یه اینطور آمارهایی رو اگر موافق باشید در ابتدا یه توصیفی رو از وضعیت مواد شیوع مصرف مواد مخدر داشته باشیم تا بعد بریم سراغ آسیب شناسی این وضعیت و راهکارهایی که میشه برای مواجهه بهتر با اون داشت. خدمت هر چطوری عرض کنم، من اگر به این عنوان این صفحه شما توجه بکنم، واقعش پایداری آقای دکتر، سلامت فرد در خانوار و در جامعه‌ای که در زندگی می کند، واقعش اصل مطلب پایداری است. یعنی فرد سالم باشد در خانواده سالم و در جامعه‌ای که در اون به دنیا آمده است. من این به دنیا آمده است را عمدن دارم عرض می کنم، چون در شرایط فعلی ایران بدترین بلای این جامعه ایرانی امروز مهاجرت حجیمه و جابجایی جمعیت در سرزمینه. همین نکته باعث شده که ما پایداری فرد، خانوار و جامعه رو متاسفانه از دست داده باشیم و همین باعث اخلال در نظام فرهنگی افراد بشه و خانوارها بشه و جامعه بشه، و این گرفتاری اساساً باعث تضعیف کنترل اجتماعی میشه و این تضعیف کنترل اجتماعی خیلی داستانهای پیامد داره که امروز جاش نیست. اگر فرصتی شد بعداً سر این موضوع با هم صحبت کنیم شاید خوب باشه. نگاه کنید، ما شرایطی رو در کشور ایجاد کردیم یا پیش آوردیم یا بوده و ادامه دادیم که تخریب فرد در جامعه ایرانی بسیار بسیار زیاد شده بود. من یادم میاد پایان نامه فوق لیسانس هم خودکشی بود و خدمت مرسم. خب بعد قبل از اون در سال 1369 اولین مسئلهی که بهش توجه کرده بود تو مقالات مقالات کلاسیم و درسیم تکرار کلاسیم مهاجرت بود و انگار از بچگی و از جوانی و نوجوانی دغدغم بوده و اصلا نگرانیم بوده این جا به جایی ها خیلی خیلی نگرانمون کرده. شاید مال این بوده که خودم از بچگی متاسفانه پیش مادرم نبودم و دور بودم از مادرم از پاس اول ابتدایی، همین انگار تو روح و روانم خیلی اثر گذاشته و این من رو با خودش آورده. آقای دکتر، چیزی که از قبل از انقلاب برگردیم، عموم فیلم هایی که بازیگران اساسی تو ایران توش بازی می کرده همیشه یک محورش انگار اعتیاد بوده و یا برگردوندن اون نوتاد به نظام اجتماعی و به خانوار انگار محور بخش عمده از فیلم های استخوندار قبل از انقلابمون بوده، چون این گرفتاری با جامعه ایرانی انگار زندگی کرده و خدمت برستان بوده و این یک همزاد جامعه ایرانی بوده. ما بعد انقلاب که کردیم، من یادم میاد در همون دههای اول واقعش برخوردهای عجیب غریبی با بحث اعتیاد و مواد مخدر میشد و من باز هم یادم میاد در جایی که من زندگی میکردم و دنیا اومده بودم اصلا کشت خشخاش داشتیم ولی ما اینقدر معتاد نداشتیم و بعد از انقلاب هم ما رفتارهای عجیب غریبی باش کردیم. من چند نکته اینجا خدمت نرسیدم در مورد سن ازدواج، من یک نموداری اینجا به شما نشون میدم، شما یه نگاهی بکنید. این 3 تا محور اصلی داره که اون کمرنگ خیلی خیلی بالاش به از 75 سال به بالا هاست، از اون توصی دوم که این انگشتم هست از 50 به بالا هاست، بقیهش رو 15 تا 49. آقای دکتر این عدد خیلی بزرگ، یعنی شاید کم بالای 80%، 90% کل داستانه. یعنی 15 تا 49 ساله های ما از جامعه هدف
مواد مخدر این کشور. خب پس این در مورد سنش، که من یکی از نگرانی هام اینه که در این سن ابتلا امکان بازگردوندن افراد به خانوار هست. این رو توی نکته بعدی خدمتتون عرض بکنم. این نمودار هم اگه شما یه نگاهی بکنید، نگاه کنید ردیف 13 همه اینجا مرگ و میر بر اثر مصرف مواد مخدر تو ایران ردیف 13 هم رو داره، یعنی خیلی عدد بزرگ و جایگاه بالایی داره که ما ردیف 13 هم مرگ و میرهای ما بر اثر مواد مخدر باشد و موضوعات این چیزی. در مورد اینی که آیا ما چقدر معتاد در ایران داریم، چی و شناسی های مختلف عددهای مختلف رو میگن، ولی من کمی معکوسش کردم. شما یک به این نمودار باز هم یک نگاهی بکنید. این تعداد، یعنی از اینجا از سال 1380 تا سال 1399 خدمت عرض کنم که روند مراجعه برای ترک اعتیاد، یعنی با خدمت عرض کنم، من همین نمودارم خدمت عرض کنم، نگاه کنید روند مراجعه برای ترک اعتیاد، آخرین عددش 1,320,000 نفره. اگر ما بگیریم که 20% از معتادین موجود در کشور مراجعه بکنن برای اعتیاد، خودشون مراجعه بکنن، ما تقریبا یک عدد حدود 6 میلیون نفری معتاد در کشور داریم، یعنی معتاد به مواد مخدر در کشور. این عدد خیلی عدد بزرگی است در کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت داره. خیلی عدد، حتی این 1.5 میلیون نفری هم، 1.3 میلیون نفری هم که مراجعه میکنن از بزرگی است. خب ما کلش 24 میلیون خانوار داریم آقای دکتر. از 24 میلیون خانوار اگر 1.5 میلیون خانوارش حتی درگیر ترک اعتیاد باشن، یعنی یک عدد بسیار بسیار بزرگیه با توجه به اینکه بعد خانوار در ایران 3.2 ها یا 3.1، یعنی از یک خانواره مثلا 3.1 نفره یکیشون معتاده. حتی من اگر این رو، یعنی 1.3 میلیون نفر ایران درگیر ترک اعتیادن، این عدد خیلی بزرگه. و اگر بپذیریم که 6 میلیون نفر 6 میلیون معتاد داشته باشیم، یعنی حدود 1/4 جمعیت ایران، یک چهارم خانوارهای ایران یک معتاد در خودشون داره. یعنی اگر 24 میلیون خانوار باشیم 6 میلیون معتاد داشته باشیم، ما 1/4 خانوارهامون یک معتاد در خودشون داره. ولی اگر بگیریم بعضی خانوارها هم 2 و 3 معتاد هم دارند، ما دیگه کفش بین 3 تا 4 میلیون خانوار درگیر به مصرف مواد مخدر. این عدد برای یک خانوار، یک کشور با این حجم خانوار، عدد بسیار بسیار بزرگی است. که اون چیزی که به ذهن من میرسه در شیوع شناسی های مختلف و اون چیزی که واقعش فکر میکنم وجود داشته باشد، ما یک جمعیت حدود 6 میلیون نفرهی درگیر مصرف مواد مخدر هستن. اگر هم پوشانی هاشون رو حساب کنیم که در بعضی خانوارها 2 و 3 معتاد داریم، در بعضی البته، این ما حدود 3 تا 4 میلیون خانوار درگیر مواد مخدر. این ترکیبی از در حقیقت مواد مخدر صنعتی و سنتی دکتر؟ بله. البته متاسفانه الان آقای دکتر، میل جوانان به مواد مخدر سریع المصرف بسیار زیاد شده، به خصوص در جامعه شهری، و این نگرانی رو خیلی زیاد میکنه به آمفتامین ها و خدمت هست، مواد مثل گل و بقیه مواد که خیلی سریع بشه مصرف کرد. البته من فکر من از نگاه اجتماعی به این قضیه نگاه میکنم، اگر ایشالله فرصتون بشه با دوستانی که تخصصشون مشخصا نوع مواد مخدر هست بعدن صحبت کنید، شاید اونها یک ذره کمک بیشتری و خیلی بیشتری نه یک ذره کمک بیشتری. بله حتما.
آقای دکتر، از نظر ظاهرا به نظر میرسه پس ما الان از صحبت شما اگر بخوایم استفاده کنیم، اولا نسبت افرادی از جامعه و نسبتی از خانوارهای ایرانی که با موضوع مصرف مواد مخدر درگیر هستند یه نسبت خیلی بالاییه، که آیا این رو میتونیم با بقیه کشورهای جهان مقایسه کنیم؟ یعنی آماری داریم که ببینیم ما از این نظر در رتبه چندم جهان هستیم و وضعیتمون در مقایسه با بقیه کشورهای جهان چگونه است؟ من این رو الان مطلبش پیدا میکنم، اتفاقمش خدمتتون عرض میکنم. مدل ما با مدل خیلی جاهای دنیا تفاوت جدی داره. آقای دکتر نگاه کنید، من واقعش در موضوع آسیب های اجتماعی خیلی معتقد به مقایسه نیستم، چون اساسا ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی ما با خیلی از جاهای دنیا متفاوته، حتی نوع مواجهمون متفاوته. به نظر من مدل مواجهه ما با مواد مخدر ما رو به این روز رسونده، یعنی نوع رفتاری که با مصرف مواد مخدر داشتیم یکیش اینه. یکی دیگه آقای دکتر نگاه کنید، من سوالم اساسی اینجاست که ما چه کار کردیم یا به تعبیری چه کار نکردیم به این روز افتادیم. یعنی این خیلی نکته است که به نظر من از نگاه اجتماعی اگه بهش نگاه کنیم، چون من هرچه هر جوری بندازنم دوباره از اون پنجره اجتماعی میام بیرون و فکر میکنم زیر ساختهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی ما رو داره هول میده به این داستان و این اینپوت این سیستم اجتماعی ما چیه که اوتپوتش میشه این حجم از گرفتاری هایی که مثل خودکشی، مثل طلاق، مثل اعتیاد، مثل افسردگی ها، مثل مهاجرت به بیرون، مثل خدمت فرض کنم. این سیستمه رو اگر بهش نگاه بکنیم فکر میکنم کمترین جایی تو دنیا این سیستم ما رو داره. من چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. نگاه کنید آقای دکتر، ما یه چیزی مثل نرخ بیکاری جوانان رو یک خیلی بهش توجه داشتم من همیشه. نگاه کنید، ما یک نرخ بیکاری عجیب غریبی داشتیم در روند 30 ساله این کشور. نرخ بیکاری جوانان ما به عدد 30-40% میرسه، یعنی جوانان بین 18 تا 35 سال از این بشیم خیلی عدد بیشتر متاسفانه. نرخ بیکاری دخترانمون به 50% میرسه. یعنی نگاه کنید این نرخ بیکاری اساسا یک حجمی از جوانان ما رو سوق میده به طرف فعالیت در بازار مواد مخدر، یک حجمی رو سوق میده به مصرف مواد مخدر. نگاه کنید، من میگم یک کاری نکردیم که اون کار نکردمون ما رو برده انداخته تو این مسیر که بخش عمده ای از جوانان این کشور درگیر بازار سوداگری مواد مخدر. نگاه کنید، شما تصور بکنید در یک روند 30-40 ساله یک کشوری یا 50-60 ساله یک کشوری نرخ بیکاری جوانانش همچنان بالای 30% باشه. بعد ما از این جوانان چه انتظاری داشته باشیم؟ انتظار سلامت و آرامش و امنیت و خدمت هم ازدواج و خانوادار شدن و بعد بچه دار شدن و همه این داستان ها. خب این اساسا یک انتظار شاید بگم خارج از اون شناخت درست انسانی اخلاقی و حتی معقول از جوانان این کشوره. من فکر میکنم یکی از بخش هامون اینه که من کمتر کشوری میبینم که این ویژگی رو داشته باشد. غیر از یک دو تا کشور دورمون هستن که من نمیخوام خیلی به اونها بپردازم، اجالتا این نرخ بیکاری یک گرفتاری رو برای جوانان ما ایجاد کرده. نگاه کنید دکتر، بعضیا میگن آقا کار هست. نگاه کنید دکتر، ما تنوع در فعالیت نداریم. وقتی تنوع در فعالیت نداریم، تنوع در اختصاص صلاحیت آدم ها به فعالیت نداریم. پس قاعدتا وقتی این تنوع وجود نداره، آدم ها باید یک جوری زندگیشون بگذره. بخش عمده ای از جوانان این کشور که درگیر فعالیت در حوزه مواد مخدر این کشور هستن، به نظر من بخش عمده ای از اینها مقصر ما بودیم، یعنی مقصر ما کارشناسا، برنامه ریزان و مدیران این کشور که این جوانان رو توی این مسیر انداختیم. یک میلیون و حدود 300,000 نفر از این جوانان ما تقریبا درگیر مصرف مواد مخدره، ولی سالانه حدود 500,000 نفر اینها دستگیر میشه. یعنی نگاه کنید
500 هزار نفر ما سالانه دستگیری داریم و هر روز هم تعدادشون و روندشون هی رو به افزایشه. این رو به افزایش بودن مرا به شدت نگران میکنه که از اینها الان حدود 50% از زندانیان این کشور که بیش از 20 هزار نفرن از بین مواد مخدر و سرقت، یعنی نگاه کنید 50% از زندانیان ما که در زندان ها هستن جوانن و از این 50% از هم کل زندانیان کشور 50% اونایی هن که توی سرقت مواد سرقت و مواد مخدر بودن. خب این ما چیکار کردیم؟ عموما هم زیر 50 سالن و فکر میکنم آقای دکتر مدل حکمرانی ما، مدل مدیریت اقتصاد این کشور، مدل وضع فعالیت و اشتغال این کشور ما اینطوری هست که تولید گرفتاری برای جوانانمون میکنن. اینها بی تکلیفن و وقتی فعالیت سالم معقول و قابل اعتماد و اتکا برای یک جوانی پیدا نشد قاعدتا یکی دیگه از راهاش همینه که این یکی از راهها سالی 500 هزار نفر ما دستگیری توی این حوزه داریم. این آمار رسمی ها، یعنی آمار رسمی این کشور در سالنامه آماری چاپ شده، اون آمار رسمی که ما حدود 500 هزار نفر از اینها توی حوزه مواد مخدر زندانی میشن و گرفتار این داستان های این مربوط به فعالیت در حوزه مواد مخدر هستیم. 1,300,000 نفر هم که برای ترک اعتیاد میگن، من از اون 1,300,000 نفر از اون حجم 5-6 میلیونی معتاد. خب این نکته ایست که من فکر میکنم مدلمون با مدل کشورهای دیگه خیلی فرق میکنه، چون مدل اقتصادی اجتماعی خانوارمون مدل معقول و منطقی. آقای دکتر ما نزدیک چند دهه هست، یعنی فکر میکنم از سال 1367 یک در حقیقت ستادی رو داریم تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسئولیتش اصولاً مواجهه و کنترل این آسیب اجتماعی بوده. به قول شما ای دکتر، ما چه کاری رو این ستاد باید انجام میداده و انجام نداده که در طول چند دهه ما به طور مکرر نرخ شیوع مصرف مواد مخدرمون نه تنها افزایش پیدا کرده، سن مصرف مواد مخدرمون کاهش پیدا کرده، پدیده مواد مخدر از یه پدیده عموماً مردانه تبدیل شده به یه پدیده زنانه که طبیعتاً با توجه به نقشی که زنان در ساختار اجتماعی جامعه ایران بازی میکنن و ارتباط بیشتری که با کودکان و خانواده دارن، آسیب‌هایی که از ناحیه اونها ممکنه به خانواده و به نسل‌های بعدی وارد بشه بیشتر میشه. حالا این نکته رو که شما اشاره کردی، گفتید که در حقیقت ما یه ایرادی رو و یه نقصی رو در ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران و در الگوی حکمرانیمون داشتیم که ما رو به اینجا رسونده. میخوام اگه امکان داشته باشه دکتر این رو بیشتر باز و تشریحش کنید، یعنی اگر مسئولینی پای این برنامه‌ها باشن و این برنامه‌ها رو ببینن، کجای راه رو اشتباه رفتیم که به جای اینکه علارغم اینکه شما خودتون بهتر می‌دونید ما هر سال تعداد زیادی از نیروهای انتظامیمون رو در بحث مبارزه با مواد مخدر از دست میدیم، در کنار این همونطور که شما فرمودید سالانه یه بخش عمده‌ای از منابع انسانیمون دارن با این پدیده درگیر میشن که عموماً هم جوان هستن و آینده ساز این کشور هستن و اونها رو هم داریم از دست میدیم، چه باید میکردند آقای دکتر و انجام ندادند که این مسیر رو به اینجا رسیدیم علارغم هزینه های انسانی و مالی خیلی زیادی هم که توی این راه صرف کردیم و به قول شما در مثلا شاید سالها و دههای پیش علارغم این که در خود کشور ما کشت مثلا خشخاش رو داشتیم، آمار از آنچه که امروز در پیش روی ما قرار گرفته خیلی وضعیت بهتری بود. چه کار باید میکردن و نکردن آقای دکتر که این اتفاق افتاده و ما به وضعیت امروز ایران رسیدیم؟ نگاه کنید آقای دکتر، من این نکته ای که حضرت عالی فرمودید نکته درستی است. نگاه کنید، من خدمتون سوال خوبی بود و خیلی جامعه شاید در این مجال نگنجد. نگاه کنید آقای دکتر، یک سنجشی انجام شده، سنجش سرمایه اجتماعی، از مردم پرسیدن که ما در مدیریت مواد مخدر و اعتیاد موفق بودیم یا نه. فقط 12% ملت ایران گفتن موفق بودیم، حدود 88% ملت ایران گفتن ما
در مدیریت مواد مخدر موفق نبودید. این موفق نبودن هم واقعش من معتقد نیستم که همه چی باید دولتی باشه، اصلا معتقد نیستم که اصلا مخالفم. نگاه کنید ما نهادهای مختلف داریم، یک نهاد آموزش داریم، اگه کلان نگاه، یک نهاد خانواده داریم و این نهاد آموزش و خانواده دو تا نهاد بنیادی بوده. هایی که نهاد آموزش ما اومدیم نرخ باسوادی این کشور را تا از سال 55 تا الان 60% افزایش دادیم، یعنی این شده 94% نرخ باسوادی این کشور. نرخ تحصیل کردگی این کشورم که مردم همت کردن و به نتیجه رسوندن و حکومت و دولت هم تحصیلگری کرده به حدود 30% رسیده، یعنی 30% از باسوادان این کشور تحصیل کردن. آجور هزاران میلیارد ما هزینه این حجم از باسوادی و تحصیل کردگی کرد. امید به زندگی این ملت رو علارغم تصادفات و وقتارهای پرخطر و اینها رو ما از حدود 30-40 سال بردیم به حدود 75-60 سال. نکته اینجاست، یک نهادی هم داریم که نهاد دولت به قول حضرت عالی که یک عدد عجیب غریبی خرج اون ستاد مبارزه با مواد مخدر می کند، به اضافه کلی از جوانان این کشور رو در قالب نیروی انتظامی مبارزه با مواد مخدر اون ورگز گذاشتیم، یک عالمه از جوانان که این کشور رو باز حداقل 1 میلیون نفر در این ور گذاشتیم. من مطمئنم 1 میلیون نفر با موضوع مواد مخدر درگیرن که 400 هزار نفر درگیر دستگیری داره. یعنی شما تصور بکنید آقای دکتر وقتی 400 هزار تا دستگیری داریم، یعنی کفش 5 برابر اون ما بیرون سرباز و نیروی مواد مخدر داریم. یعنی ما چیکار کردیم؟ یک 2 میلیون نفری این ور حداقل قاچاقچی مواد مخدر رو توزیع کننده و اینا داریم، یه 5-6 میلیونی هم مصرف کننده داریم، از این ورم حداقل یه 100 هزار نفری هم جوانانمون رو در مقابل جوانانمون قرار دادیم. این نگاه کنید، اولا ببینید آیا نهاد آموزش ما ناکام بوده؟ اگر ناکام بوده این همه پول رو برای چی خرج کردیم؟ ما قرار بود که این نرخ باسوادی رو ببریم تا اینجا میلیاردها متر مربع ساختمان مدرسه و دانشگاه و نمیدونم حوزه علمیه و نمیدونم سینما و تئاتر و همه اینها رو، این فضاها رو برای چی ایجاد کردیم؟ مگه قرار نبوده این نهاد آموزش بچه های ما رو به سلامت و سعادت ببره؟ دوم، نهاد خانوار، وقتی خانوار ما اینقدر بعدش کوچیک میشه، پس قاعدتا باید چیکار میکرده؟ باید نظارتش بر کودکانش بیشتر میکرده، باید کنترل هدایتش بیشتر میکرده. آمارها نشون میدن که خانوارها هر آنچه که در توانشون بوده خرج بچه هاشون کردن برای اینکه با سواد تحصیل کردهش کنن. اون دولت تحصیلگری کرده و خانوار سرمایه گذاری کرده. پس این دوتا منابع عظیمی از در این راه گذاشته. دولت هم از اون ور آورده یک چندین گردان یا لشکر نیروی نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی آماده کرده، آورده توی این میدون برای اینکه با اون مواد مخدر چی کنه؟ مبارزه بکنه. ما چی شد موفق نبودیم؟ یا کنید اینی که موفق نبودیم، آقای دکتر الان این عدد رو نگاه کنید، حدود تقریبا میشه گفت 1 میلیون کیلو، یعنی 1,200,000 کیلو کشفیات مواد مخدره. شما این نمودار رو نگاه کنید، روند از اینجا در سال 1380 بوده تا سال 1300. این یعنی نشون میده نیروی انتظامی و نیروی چی در کشف موفق بودن، یعنی برای یک موفقیت بدبختیه. یعنی این نشون میده که ما یک ملت بیچاره هستیم، گرفتاریم با یک چیزی که فرزندان و جوانان زیر 40 سالمون این ور گذاشتیم در یک لشکر حمل و توزیع مواد مخدر و مصرف، یک لشکر هم این ور گذاشتیم در مبارزه با اونها، بعد اونها رو گذاشتیم اسمشو دشمن، این ور گذاشتیم بازم اسمشو دشمن، این گذاشتیم اجانب، اون گذاشتیم اجانب، بعد این وسط هم یک عالمه مصرف حوزه آموزش و سلامت و نمیدونم تحصیل کردگی و باسوادی و همه این داستان ها کردیم و هزینه هایی که ما در حوزه فرهنگ
برای مثلا در قالب وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و نمیدونم مدرسه و آموزش عالی و همه اینها داریم هزینه میکنیم، این نتیجهش میشه این آقای دکتر. وقتی این نتیجهش میشه این، یعنی ما موفق نبودیم، یعنی باید اولا این مدل آموزش و فرهنگمون رو اصلاح بکنیم یا تغییر بنیادی بدیم. اگر قرار باشه انقلاب فرهنگی بکنیم بعد از اینجا. نکته دوم آقای دکتر، یک چیز رو عاقل باشیم بپذیریم. وقتی ما عاقل باشیم بپذیریم، میپذیریم که نرخ بیکاری یک عدد عجیب غریبی در این کشور که ما داریم، این نرخ بیکاری برای نظام اجتماعی قابلیت تحمل ندارد. شما این رو عدد رو نگاه کنید، این اعداد رو نگاه کنید، شاید بینندگان عزیز شما نبینند، ولی نگاه کنید این شکاف حداقل استان خراسان رضوی با خدمت ارشم و بالاتنش که لرستان و کرمانشاه و چهارمحال بختیاریه، این عددا عددهای عجیب غریبی هن. یعنی این نرخ بیکاری مثلا 33%، 23%، 24% جوانان و نرخ بیکاری 50% زنان جوان، یعنی اینجا یه گیر ما داریم. ما کم پول برای حوزه آموزش خرج نکردیم، برای حوزه فرهنگ خرج نکردیم، برای حوزه مربوط به ارتباطات خرج نکردیم. پوشش تلویزیون و رادیومون که سراسر کشوره، پوشش مدرسه‌مون که بالای 90% رفته، پوشش موبایلمون که بالای 90% رفته، پوشش نمیدونم رسانه‌ها جادمون که بالای 90%. چی شده ما در همه 90%ی ها جوری طراحی شده که به یک گرفتاری نمیدونم اضمحلال نظام خانوار و اجتماعی رفتیم؟ خب این به نظر من اون ویژگی تنوع فعالیت اقتصادی اجتماعی اقتصادی جامعه است. ما آیده تو نتونستیم تنوع در فعالیت در این کشور ایجاد بکنیم. ما نهادی به معنای زیر ساختای اقتصادی این کشور رو مدیریت نکردیم. وقتی مدیریت نکردیم به این روز افتادیم که بخش عمده ای از برادران و خواهران من و شما با یه بیکاری مزمن 30-40-50 ساله‌ای درگیرن. اینها وقتی درگیرن یک سری فعالیت در اونجا رو در مواد مخدر رو انتخاب میکنن، یک سری افسرده میشن مصرف در مواد مخدر. بعد آقای دکتر یکی از گرفتاری هایی که این آموزش، کاش این جمله رو بینندگان عزیز ما به معنای چی بگم بدفهمی من نذارن، من میگم کاش کم سواد بودیم و کم تاثیر کرده. ما این حوزه آموزش و تحصیل کردگی ما نتونست ما رو فرهیخته بکند. جامعه‌ای که با سواد بود و جامعه‌ای که تأثیر کرده بود ضرورتاً یک جامعه فرهیخته نیست. جامعه فرهیخته آنی است که ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های عاطفی رو در جوانان و مردمش درونی بکند، که اون کنترل درونیه بتونه اینها رو مدیریت بکنه، نه اون کنترل بیرونیه. ما کنترل بیرونی رو آوردیم، هی فربه کردیم در قالب وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، نمیدونم دادگاه و پاسگاه، شعب دادگستری و و و و بقیه. ما هی اونها رو فربه کردیم، اینجا جامعه هی لاغر شده. به نظر بنده اون چیزی که گرفتاری برای این کشور ایجاد میکنه مدل فعالیت این کشوره. من یک چیز ساده‌ای به شما عرض بکنم که خیلی ساده است. آقای دکتر، وضع فعالیت این کشور، ما حدود 52-53% از مردم این کشور در حوزه خدمات دارن کار میکنن، حدود 30% در حوزه صنعت کار میکنن، 18% در حوزه کشاورزی. ما بگیم کشاورزی رو ما ماشینی کردیم، اگر هم ماشینی کردیم ما تنوعی به فعالیت کشاورزی نداشتیم، ندادیم. ما فقط یک زراعتی داشتیم در عمان در زاگرس که این زراعت رو یک روز میکارن، یک روز با کامباین تراکتور میکارن، یک روز با کامباین برمیدارن، بقیه مردم بیکارن تا پایان سال دوباره شد. بعد ما در حوزه صنعت نگاه کنید آقای دکتر، عموم صنایع کارگربر رو تعطیل کردیم، ما اسمشو گذاشتیم زالو یا هر چی یا سرمایه دار یا پدر سوخته. نگاه کنید آقای دکتر، تا این واژه خر از زندگی اقتصادی اجتماعی این ملت حذف نشه امکان توسعه این کشور وجود ندارد. خر پول و خر کار و خر خون و خر، نگاه کنید این خر رو ما گرفتاریم. خب نگاه کنید ما آوردیم با عمده صنایع این کشور برخورد این تیپی کردیم و نتونستیم فعالیت های اقتصادیمون رو توسعه بدیم. ما نتونستیم، کاری نکردیم که امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشد، مردم پولشون رو به زمین بچسبونن،
و وقتی پولش رو بچسبوندن فعالیت و اشتغال ایجاد کنن، و اشتغال وقتی ایجاد بشه قاعدتا جوان من و شما وقتی نرخ بیکاریش بیاد زیر 3%، اون موقع شما میتونید رفتار قهری باش بکنید. نگاه کنید نرخ بیکاری شما بیاد 3%، بیاد 4%، بیاد 5%، شما شک نه، و اونم توی یه مقطعی برده به 10%، دوباره برگرده روی محور 4-5%. وقتی نرخ بیکاری شما در یک پول 40-50 ساله میاد همچنان رو به بالاست، این پایین اومدن سر نمودار مال نمودار نیست ها، مال تغییر تعریف بیکاری بوده. اگر تعریف نبود الان اینطوری میومد بالا. یعنی نگاه کنید، اومدیم گفتیم در هفته گذشته 2 ساعت کار کردی، این نرخ بیکاری این بوده. خب وقتی جوان من شما زمینه فعالیت سلامت براش نمیذاریم، این دنبال یک فعالیتی خواهد رفت. یکی از صنایع و یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا صنعت مواد مخدره. این اقتصاد بزرگ ما هم سهمی ازش داریم. اقتصادی که وقتی شما میاد به حدود مثلا 17 میلیون کیلو از مواد مخدر کشف میکنه، خب این اقتصاد یعنی اقتصاد خیلی بزرگیه. کشفیات اینقدر موجودی چقدره؟ پس برادر خواهرای ما توش فعال میشن. پس اگر از بنده گراوند بپرسن، میگم ما یک متهم پایه داریم که اون متهم پایه موضوع فعالیت این کشوره، که ما فرصت زندگی و زیست انسانی و اخلاقی و عاطفی درست رو برای جوانانمون فراهم نکردیم. اگر نرخ بیکاری به 3% میرسید، اون موقع من میتونستم هر کسی خلاف بکنه اعدامش کنم. یکی از کسانی که به شدت با اعدام کردن در حوزه مواد مخدر مخالفه بنده بودم، همیشه هم گفتم الان هم میگم، ما اصلا مال بی‌لیاقتی ما بوده، مال بی‌برنامگی ما بوده، مال ناتوانی ما بوده که نتونستیم بچه هامون رو سامان بدیم زندگی آبرومند داشته باشن، با اینکه همه باسوادند رو تحصیل کردن. بعد آوردیم اینها وقتی میبرن تو راه، ما میاریم اعدامشون که من این رو تو این کانال انداختم، بعد من اعدامش میکنم. من یک سخنرانی داشتم در این کیفری یک استان تهران خدمت قضات محترم، اونجا به عدد رقم به اینها نشون دادم که بر اساس این شاخص ها این جامعه دیوانه و ناسالم است. این جامعه دیوانه و ناسالم، اگر کسی رو در حوزه سرقت یا مواد مخدر گرفتید، حکم اعدام برای این ندید، این آدم چاره ای نداشته. ولی اون قاضی هم آید که یه شابلون داره، اون شابلونه رو میندازه روی این فعل من، اون فعلم توی شابلون ایشون اعدام در میاد و مرا اعدام میکنن. دیگه نمیگن عامل موجد این رفتار این آدم چیه. حاجی فرمودید، من فکر میکنم ما نکته اولش اون رو نداشتیم. اون هم دست آموزش نیست ها. ملت ایران به اندازه کافی تأمین نیروی انسانی کردن برای فعالیت در این کشور. من یک بار دیگه اینو تأکید میکنم، نگاه کنید، ملت ایران از هزینه درآمد خانوار حد اقلیشون تمام تلاششون رو کردن که بچهشون باسواد بشود و تحصیل کرده بشود. آقای دکتر، عدد 30% تحصیل کردگی در یک کشور خیلی زیاده و در همه رشته ها و در همه زیرگروه ها. ولی ما آوردیم چیکار کردیم؟ ما فرصت فعالیت برای این فراهم نکردیم. وقتی فرصت فعالیت فراهم نکردیم، این تنوع فعالیت وجود نداشته، بخصوص این تنوع فعالیت در سرزمین وجود نداشته. آقای دکتر، ما یک عدالت سرزمینی نداشتیم. نرخ بیکاری خدمتون اینجا عرض کردم، اینجا در لرستان وقتی نرخ بیکاری جوانان به حدود 27-28% میرسه، کرمانشاه و ایلام و بقیه این استانها، این یعنی در سرزمینمون هم عدالت نداریم. پس اونجا به جا میشه، جمعیت اونجا کارگیرش نمیاد، میاد تهران هم بازم اون تنوع وجود نداره، میاد اینجا دست به فعالیت. ببینید، همین مهاجرت کنترل اجتماعی رو تضعیف میکنه. وقتی کنترل اجتماعی تضعیف میشه، جوان من و شما باید خود تأمینی بکنه. به نظر من خانوار ایرانی هیچ کم و کسری نداره. حوزه فرهنگی هم که به اندازه کافی و وافی هزینه براش کردیم. این هزینه براش کردیم، ممکنه من و شما با نوع هزینه ها در کجا مخالفتی داشته باشیم، ولی حتی اگر حوزه علمی دانشگاه تهران، نمیدونم فلان دانش، هر کسی هزینه کرده، درس شر که نداده، به زعم خودش درس خیر داده، ولی اون از منظر میکروفون خودش حرف زده. من میگم همه ماها دعوت به خیر کردیم، یعنی همه حوزه آموزش و فرهنگ این کشور دعوت به خیر کرده. ولی این دعوت به خیر در حد لفظ و کلام است.
فعالیت باید شکل میگرفته. ما تنوع فعالیت در این کشور وجود نداشته، عرض کردم که خدمتتون ما صنعتمون 30% فعالیت داره، اونم عموما توی صنایع نفت و گازه و خودرو. خب وقتی این میشه بقیه از کفش و کلاه و لباس ما وارداتیه تا برسه به تسبیح و به بقیه موضوعات لامپ و نمیدونم همه ابزاری که ما استفاده میکنیم. برای این وقتی نداریم جوانامون انتخاب باید بکنن. باید یکی از وسوسه برانگیزترین بازارهای فعالیت جوانان این کشور حوزه مواد مخدر، که این حداقل داده ها نشون میده که 400 هزار نفر دستگیر میشود. وقتی 400 هزار نفر دستگیر میشود یعنی 2 میلیون شغل داره. این 2 میلیون دیگه کرد. وقتی 2 میلیون شغل داره آقای دکتر خیلی عدد بزرگه ها، خیلی عدد بزرگه. یعنی اینقدر این عدد بزرگ و وسوسه انگیزه که کسی میتونه با 10-20 گرم بگیره باید 10 سال بره زندان بخوابه، ولی اونقدر درآمد وسوسه انگیزه. و یا نه اون بی پناه و بی امید. و این درگیر این داستان. وقتی 400 در سال 1398 417,454 نفر دستگیر شده با ارتباط مواد مخدر، بعد حدود 210,000 نفر ما زندانی داریم که حداقل 100,000 نفر شده، ما چه حجم عظیم پای اعدام داریم. این به نظر من متهم ردیف یک حوزه فعالیت این کشور. این حوزه فعالیت کشور چه کار ما کردیم که نتونستیم فعالیت این کشور رو سامان بدیم؟ و اون هم نهادی اگر بخوایم درگیرش کنیم، نهاد سازمان برنامه و بودجه این کشوره. هیچ دولتی هم آقای دکتر، من هیچ دولتی رو بخواد مقصر نمیدونم، همه دولت ها هم اومدن یک کاری بکنن، ولی چرا روند ها این از سال 1380 تا چی 75 تا اینه؟ پس ما میگیم دولت اصلاحات، دولت بعد از اصلاحات، دولت قبل از اصلاحات، دولت میگم اصلا دولتی تاثیر نداره در این، چون دولت ها میان میرن. اصلا نظام اقتصادی اجتماعی رو نمیشه با یه دولت دو دولت و دولت کرد. باید اصلا حاکمیت سیستم مدیریت کشور این گونه باشد که اصلا 404 رو ببینه. اگر میخواستیم 404 رو ببینیم قاعدتا نباید اینو میدیدیم. اگر 404 بود قاعدتا نباید این نمودار رو میدیدیم. اگر 404 باید کار میکردید نباید این شکاف سرزمینی رو میدیدیم. پس ردیف یک شاید دکتر اینه. نکته جدیدی عزیزترین و شریفترین و امید آینده این ملت رو اینطوری درگیر میکنیم. یعنی بالای 80-90% اینا زیر 49 سالن، همونه که دستن فعالیت، چه معتادش چه قاچاقچی. شما الان بپرسید میانگین سن زندانیان مواد مخدر این کشور چقدر. پس اون چیزی که به زعم بنده گراوند فکر میکنم خانواده کارش رو کرده، تلاش رو کرده. حوزه فرهنگ پولش رو حداقل خرج کردیم دیگه، حتما شما عدد رقمای حوزه فرهنگ رو بید. حوزه همین بهداشت درمان امید به زندگی رو اون تسهیلگری کرده، مردم هزینه کردن امید به زندگی رو به 75-30 سال رسوندن. ما چی شد در این حوزه فعالیت نکردیم، موفق نبودیم. بعد از اون ور آیدتو شما یه نگاهی به عدد ارقام شعب فعال دادگستری ها بکنید، به تعداد قضات بکنید، به خدمت حجم زندانیان این کار. خب این یک گرفتاری که توی این کشور ما ایجاد کردیم. بنده فکر میکنم هیچ کدوم از این جوانان ما رو نباید اعدام، ما مقصریم. اگر کسی رو بخوام فردا دستگیر بکنن نفر اول بنده گراوندم. 53-54 سالمه از 30 سالگی، یعنی من فکرم 69 من فارغ تحصیل از بخوام 73-74 من فارغ تحصیل شدم. از 73-74 من از پول این ملت دارم ارتزاق میکنم و دارم خرج میکنم، حرف کارشناسی میخوام بزنم. نتیجه این حرف کارشناسی من کو؟ و در تمام این سالیان، یعنی از سال 1330 که دولتی که مدعی توسعه بوده در زمان پهلوی تا بیاد که برنامه شیشم قبل از انقلاب و بعد از اونم تا برنامه شیشم بعد از انقلاب قرار بوده این کشور موفق باشه، این کشور خانواده ایرانی خانواده چی باشه نمیدونم و و و و توصیفاتی کردیم. این توصیفات چرا به نتیجه نرسیده؟ برای اینکه آقای دکتر برنامه معطوف به زندگی واقعی و انضمامی مردم رو نداشت. خب یه کسی خواسته تمدن ایرانی رو از هخامنشیان زنده بکنه تا چی؟ الان هم میخوایم کل اسلام رو ما دوباره اینجا زنده بکنیم.
من میگم این آدم بنده گراوند بچه من حامل هر دوی اونهاست. اگر ایرانی اسلامی فکر کنیم حامل هم ایران است هم اسلام است. شما این آدم رو عزیز بدار، هم ایران عزیز خواهد شد هم اسلام. تاج فرمودید من فکرم این هم در کفه یه لا معاش الله لا معادل. آقا معاش این ملت رو فکری بالش نکردید. بعد جوانای من و شما، برادر خواهرای من و شما میان چیکار میکنن؟ میرن توی حوزه بازار مواد مخدر، بعد اون مواد مخدر دستی دستگیرش رو میکنن، سال 400,000 نفر میفرستیم زندان، دیگه زندانمون هم دیگه جا نداره خدمتتون، میفرستیم کارگری این ور اونور. و خب این چه مدل مدیریت مواد مخدر؟ بعد ستادی داریم مثلا ستاد مواد مخدر. خب از اون بیچاره هم بپرسید، اونا هم گرفتارن، ولی خب دیگه اضافه کار میگیرن، حقوق میگیرن، رئیس اول میگیرن، معاون رئیس جمهور هم هستن، خدمت رزومه شون هم میاد و همه هم درگیریم دیگه. این اقتصاد اقتصاد بزرگی است، ولی من خیلی خیلی آید که امیدوارم واقعا درست بشه، خیلی امیدوارم بر اساس برخلاف کسانی که ناامیدن. من فکر میگم بود خانوار ایرانی اومده پایین. این عددی که سالی 1,300,000 نفر میرن برای ترک اعتیاد، این عدد نگاه کن عدد امیدوار کننده ایه. یعنی نگاه کنید با این شیب، یعنی اینا میرن برای ترک اعتیاد. وقتی اینا میرن برای ترک اعتیاد، یعنی اینها هم از این شرایط دیگه خسته شدن، یعنی مردم دیگه خسته شدن. ما ملت ایران تا به خستگی نرسیم کاری نمی کنیم. ولی اگر حتی این ترک بکند، همون برادر من که زندگیش نمیگذره باید مواد مخدر بفروشه تا غروب بچه‌اش تامین کنه، همین میاد بچه خردسال من رو 13-14 ساله یک مدر دیگه معتادش میکنه. من باید اون برادرم رو به روش عقلانی و زندگی آبرومند از بازار حمل و توزیع مواد مخدر و تامین و تولید مواد مخدر بگیرم و این بچه‌م رو از دستش نجات بدم. ما به یک خودتخریبی داخلی افتادیم. این خود تقریب داخلی به نظر متهم رادیکیه که توضع فعالیت و اقتصادی ببخش. درسته، خواهش میکنم. آیدو تو گراوند، اگر صحبت شما مبتنی بر این بود که در حقیقت حوزه فعالیت و مشخصا بیکاری در کشور موتور مولد آسیب‌های اجتماعی و از جمله بحث اعتیاد در ایرانه و باعث شده، و تا وقتی که این موتور داره کار میکنه، این که این آمار مرتب افزایش پیدا بکنه چیز عجیبی نیست. حالا سوالی که طرح میشه اینه که این نظر کارشناسانه در طول شاید دهه‌های گذشته طبیعتاً تکرار شده، حداقل توی دو دهه گذشته تصور میکنم مسئولین اجرایی کشور نسبت به این موضوع آگاه بودن. چرا نتونستن این موتور مولد آسیب‌های اجتماعی و موتور مولد مشخصاً افزایش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در ایران را حداقل فعالیتش رو کنترل کنن که ما آمار این حوزه‌مون بتونه روند رو به کاهش بگیره؟ آقای دکتر، من یک ذره سوال شما همون چیزی بود که من دوست داشتم بپرسید، ولی بذار من یه ذره برم بالاتر لطفا. نگاه کنید آقای دکتر، یک حکومتی در این کشور ما انقلاب کردیم و مستقر کردیم. این حکومت چون به زعم بنده البته اولین حکومتی بوده که این ملت ایران خودشون به میدان اومدن و انتخاب کرد و انقلاب کردن و این حکومت رو مستقر کرد، این حکومت اومده دولت جمهوری اسلامی رو معادل حکومت جمهوری اسلامی گیره. به نظر بنده دولت جمهوری اسلامی قوه مجریه است. قوه مجریه معادل اون نیست، خادم حکومته و خادم مردمه. این عرض بنده رو شاید من اشتباه کنم ولی نظرمه دیگه، میتونم حداقل نظرم رو عرض کنم. نگاه کنید، آوردی میگیم آقا جون فرض کنید شما یه خانوار سه نفره دارید، این خانوار سه نفره یکیشون مسئول خرید خانواره، این مسئول خرید خانوار قوه مجریه است. شما به عنوان قوه فرض کن مقننه باشید، یکی هم بشه چی؟ قوه قضاییه. اون قوه مجریه شما میفرستید بچه‌ت رو سر این خیابون، میفرستید میگید با این 100 هزار تومان لطف میکنید 3 تا نون و یه دونه پنیر رو نمیدونم چی میخرید در میگردی، الانم 20 دقیقه رفته
شما تا چی بگم مثلا 10 و 20 دقیقه تا 10 و نیم برمیگردی، 100,000 تومان دادی سه قلم کالا بخره زودم برگرد. ایشون میره اولا 3 روز دیگه برمیگرد، ثالثا رفته نون بیاره، رفته کشک خریده، بعدم برمیگرده زمان رفت و معلوم نیست. بعد میگه چی شد؟ میگه نمیدونم چی شد، برای کی کجا رفتم. شما نگاه کنید آقای دکتر، اون شما اون بچه را علاوه بر رقم این که بچته، شما و خانمت هر دو توبیخش میکنید. توبیخش میکنید برای چی؟ برای اینکه برنامه شما را اجرا نکرده. آقای دکتر ما اساساً هیچ برنامه‌ای به هیچ دولتی ندادیم، یعنی اون پول دادیم بهش، نگفتیم برو چی در چه زمانی کی با چه قیمتی بیاد. پس هر دولتی میاد خودش چیکار میکنه؟ میره اجرا میکنه. ما آوردیم چیکار کردیم؟ یک چیزی داشتیم به نام سازمان برنامه و بودجه. پس این سازمان برنامه و بودجه مال ملته، سازمان حفاظت محیط زیست یعنی محیط زیست مال ملته، بانک مرکزی یعنی پول مال ملته، نظام اجتماعی و سلامتش مال ملته. این چهار تا ساحت دولت ها در تمام دنیا مخربشون، همه کشورها هم میخوان این چهار تا ساحت رو از دسترس دولت ها دور نگردارن. ما آوردیم هر چهار تا ساحت رو گذاشتیم تو اختیار، بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه معاون رئیس جمهوره. پس نگاه کنید چیدمان نهادی این کشور به گونه ایست که قوه مجریه که مخل برنامه است، مخل محیط زیست است، مخل نظام پولی مالی است و مخل نظام اجتماعی، این مبسوطیت کردیم. چرا مبسوطیت کردیم؟ چون اول فکر کردیم دولت جمهوری اسلامی معادل حکومت جمهوری اسلام. پس وقتی این وجود ندارد، ما برنامه نداشتیم. من یه چیز ساده به شما میگم، خیلی چیز عجیب غریبیه، یعنی شما این بدیهیات در ترم یک برنامه‌ریزی فضایی به بچه‌های جغرافیا یاد میدن، در ترم یک حوزه علوم اجتماعی یاد میدن. من نمیدونم اینطوری. نگاه کنید، ما باید یک برنامه آمایش برای این کشور میداشتیم. بر اساس اون برنامه آمایش بنده و آقای دکتر فتاحی هر کدوم تو سرزمینمون بودیم، شما در کرمانشاه یا کردستان، بعد در لرستان. بعد خب نگاه کنید، در طول 40-50 سال گذشته این نظام برنامه نیومده، هنوز موفق نشده برنامه آمایش بذاره رو زمین، و هنوز نتونسته این اگر برنامه آمایش گذاشته رو زمین بتونه دولت‌ها رو موظفش کنه، چون این تو دولت دیگه. پس سازمان برنامه شده مسئول چی؟ مسئول توزیع پول. پس آقای دکتر ما سازمان برنامه نداریم. وقتی سازمان برنامه نداریم، برنامه جامع نداریم. ما بعد از این که چشمنداز رو مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، باید ذیل اون آمایش ملی تهیه می شد و ذیل اون برنامه های آمایش استانی تهیه می شد و ذیل اون برنامه طرح جامع و طرح تفصیلی ها تهیه می شد. بعد اون موقع شما استاندار می فرستادی کرمانشاه، یک برنامه دقیق از کجا تا کجایی رو دستش میدادی در تمام حوزه ها. اون موقع استان کرمانشاه تکلیفش با صنعت معلوم بود، با خدمات معلوم بود، با کشاورزی معلوم بود. بعد اون موقع اگر میخواست جواناشم آموزش بده، بر اساس اون سند آمایش بچهش رو میبرد تحصیل کرده میکرد که به درد اون فعالیت در اونجا بخورد. تو برنامه نداریم. چرا برنامه نداشتیم؟ چون اساسا نگاه کنید، این دولت نمیخواد برنامه تایید. دولت میاد که کارشو انجام بده بره. به نظر من مادامی که این چهار نهاد داخل دولت ها هستن، هیچ امیدی به اصلاح این شرایط وجود نداره و هیچ دولتی رو ما آبرومند نمیاریم و آبرومند بدرفه کنیم. شما یک دولت رو هم بیاد بگیم اون دولت رو ما آبرومند آوردیم، آبرومند بدرفه. برای اینکه چیزی برنامه‌ای بهش ندادیم که نتیجه اون برنامه رو ازش بخوایم. ما مأمورش نکردیم، ما مختارش کردیم. این دولت ها یا میان به زعم خودشون کار میکنن یا برای خودشون. نگاه کنید، اگر به زعم خودش کار بکند میشه بهترین دولت اصلاح، اگر برای خودش کرده باشد میشه فساد اداری. در که یه موقع شما میبینید اصلا فعالیت شما به درد نظام اجتماعی نمیخوره، این نتیجه ای نمیده. خب عادتا برای خودت دیگه کار میکنی، خودت ببندی دیگه. اجالتا
اون چیزی که بنده فکر میکنم مادامی که این سیستم بی انضباطی و بی برنامه‌ای بر کشور حاکمه، حوزه آسیبدار مواد مخدر کشور مثل بقیه حوزه مثل مهاجرت، آقای دکتر، خطر مهاجرت و جابجایی جمعیت بسیار بسیار بیشتر از مواد مخدره. به نظر من این فعالیت در حوزه مواد مخدر قطعا بدانید بالای 70%ش ارتباط با اون مهاجرت داره. چون نگاه کنید، من و شما در سرزمین پدری خودمون جرأت نمی کنیم به راحتی مواد مخدر بفروشیم یا مصرف کنیم. وقتی میایم جایی مثل تهران و اصفهان و مشهد و اینها، بر اساس همون و اونها ما چیکار میکنیم؟ ما دیدی تو فعالیت مواد مخدر این، نگاه کنید، تشفیات تهران و خراسان و اصفهان، یعنی کنترل اجتماعی تضعیف میشه و خیلی از داستانهای دیگه هست. اصلا طلاق رو شما نگاه کنید. من فکر میکنم آقای دکتر، این نکته که حضرت عالی میفرمایید، ما دچار یه بی‌برنامگی مزمنی و بی دولتی. نگاه کنید، دولت، این که شما میفرمایید مثلا کسی بیاد یک سری فعالیت رو انجام بده و تشریف ببره، که این به نظر من این جناح‌های سیاسی ملت ایران رو به گروگان گرفتن. وگر نه شما، من 500 تا شاخص میخواید من فردا شب به شما نشون بدم، در این 500 تا شاخص رد دست یک دولت معلوم نیست، همش هم شیبش یک. وقتی شیب همه شرور این مملکت یکه، جای اون دولت کجا؟ چون نگاه کنید، قدرت نظام اجتماعی خیلی زوردارتر از دول مقتدیه. شما اگه که روند طلاق رو نگاه کنید، ما چند تا موضوع پایه داریم، یکی اعتیاده، یکی طلاقه، که اینها پایه است. اینها نگاه کن با شیب یک دارن، یکی مهاجرته، اینها شیبشون یکه، شیب یک. رد دست دولتی وجود نداره مگر اینکه آمار دستگاری کرده باشه. پس دیگه فرق نداره دولت‌ها، ما اون روند رو در حقیقت توی همه دولت‌ها داشتیم. تو روند آقای دکتر، فقط یه دولتی میاد نجیب‌تر یک دولتی نانجیب. همه دولت‌ها اومدن، تشریف داشتن، تشریف بردن و روندهای پایه هیچ کدوم تغییری نکرده. من به شما مثلا همین بیکاری رو، پایه‌ای ترین رفتار این کشور بیکاری و مهاجرت و طلاق و خدمت را، یعنی در سطح فرد میشه اعتیاد، در سطح خانواده میشه طلاق، در سطح جامعه میشه مهاجرت. هر سه تای اینها شیبش یکه. وقتی شیبش یکه، رد دست هیچ دولتی توش معلوم. وقتی رد دست هیچ دولتی وجود نیست، یعنی شما، به نظر من و شما، دولت ها اومدن که کار نکنن. من که اینطوری معتقد نیستم. من معتقدم هر دولتی اومده از صمیم قلب کار بکنه و درست هم بکنه و کشور رو اصلاح بکنه. ولی وقتی میاد با یک بی برنامگی و یک سلیقه، اعمال سلیقه روبرو میشه که اساسا نمی دیدی همه اونای دکتر میگیم نمیذارن، ما فوبیا گرفتیم باور کن. آقای دکتر، این نمیذارن میدونی مالا چیه؟ مالا این که برنامه تکلیف شده‌ای با حضرت عالی رئیس پژوهشکده فلانی نمیدن، بگن آقای دکتر فتایی، شما اگر رئیس این پژوهشکده شدید، شما باید برید این مجموعه پژوهش‌ها رو در راستای موضوع انجام بدید. بعد شما میرید به زعم خودتون دوستان یه سری پژوهش انجام میدید، یه کسی دیگه میاد مثلا میگه چه ربطی داشته. اگر به شما برنامه سازمان برنامه نوشته تکلیف کرده بود باشد، شما انجام دادی و به تکلیف عمل کردی. و این رو دوستان احتمالاً کسانی بپرسن، چون نظرات شما خاموشه. برنامه‌ای که بر اساس صحبت شما ای دکتر در حقیقت زیر یوغ دولت‌ها نباشه، یعنی اصلاً رئیس اون سازمان برنامه معاون رئیس جمهور نباشه و شما نباشه. به نظرم نکته مهمی رو دارید اشاره می‌کنید، که اینکه این سازمان برنامه به این شکل اصولاً سازمان برنامه نیست و این بی برنامگی نتیجه‌اش میشه آسیب‌های اجتماعی که و یکی از اونها که اعتیاد. اصلا این کوچیکش اعتیاده. نگاه نهای دکتره، این خروجی اون کشکار کردی ما میشه اعتیاد. به نظر من مثل جیرجیر بولبرینگه، یعنی اینقدر کوچ، یعنی به نظر من ما معضلاتمون خیلی بیشتر از اینها. خب الان نکتهش اینجاست، خیلی از دوستانی که چون نظرات رو خاموش کردید احتمالا میپرسن که از پس این برنامه 5 ساله چیه. نگاه کن آقای دکتر، این نکته رو همینجا که گفتید بگم. من در حقیقت برای اینکه تمرکزمون بیشتر روی صحبت‌های دکتر گراوند بشه و تصویرشون رو بهتر داشته باشیم، بخش کامنت‌ها رو خاموش کردم.
دوستان اگر لطف کنن پرسش هاشون رو در بخش پرسش ها طرح کنن، در انتهای برنامه حتما میپرسیم، در دقایق پایانی برنامه مجددا بخش کامنت ها رو باز میکنم. اما اگر احیانا پرسشی داشتید که دوست داشتید حتما پرسیده بشه، لطفا توی بخش پرسش ها طرح کنید. بفرمایید گرامی، ببخشید صحبت دکتر نگاه کنید، ما دوستان احتمالاً میپرسن پس این برنامه 5 ساله چیه؟ نگاه کنید ما یه برنامه آمایش داریم 25 ساله. 25 سال برنامه وجود داره که یک ممکنه 4 تا دولت توش بیاد یا 5 تا دولت توش بیاد. این یا 6 تا دولت، اصلا معمولاً 6 تا دولت توش میاد. این 25 ساله یک مقطع 5 سالش رو میارن دولت برنامه میدهد برای اون برش 5 ساله از آمایش. بعد چرا 5 ساله کردن؟ دولت ها 4 ساله هن برای اینکه هر دوره این دولته یک سالش بیفته تو دولت بعدی. پس این برنامه های 5 ساله برنامه دولت برای دولت هست که چگونه اون کار رو انجام بده و معطوف به زیر ساخت های عمومی است. نگاه کنید، من اینو دوباره تاکید کنم، نگاه کنید، آمایش برای کل نظام اجتماعی، یعنی برای مردم، دولت و حکومت و همه چی. ولی دولت‌ها یک برنامه، این دولت، پس اون آمایش برای 25 سال است. دولت‌ها میان برنامه 5 ساله میدن برای اجرای اون برشی که چی؟ که کار دولت است برای انجام فعالیت‌های عمومی جامعه که به مردم خدمت میده. یعنی مثلا راه بسازه، راهن بسازه، برق تامین کنه، آب تامین کنه، انرژی تامین کنه، خدمت رو عرض کنم، آموزش رو زیر ساختای آموزش بده، زیر ساختای ارتباطی تهیه کنه. پس اون فعالیت دولت هست. به خاطر همینه که دولت آورده های دکتر جاده رو 98% پوشش، مدرسه رو 98% پوشش، مخابرات 98% پوشش، برق و آب و گاز و بهداشت و درمان همه چی اینجاست. پس چرا نرخ بیکاری بعضی جاها 50%؟ برای اینکه اساسا نگاه کنید این لینک فعالیت برنامه دولت با معیشت مردم برقرار نشده است. چرا نشده؟ چون این دولت برنامه 5 ساله رو برای خودش میده، اسمش هم رو خودش میگه برنامه 5 ساله دولت، نگفته برنامه 5 ساله ملت. چی رو میخواد تامین کنه؟ زیرساختا. زیرساختا یعنی چی؟ یعنی آقای دکتر فتایی بیاد دکترا بگیره، یعنی مدرسه و آموزه همه چی رو چی کنه، پدر مادر شما هم کمک کنه که شما دکترا بگیرید. بعد شما وقتی دکترا گرفتید باید برید فعالیت بکنید. اون فعالیت یا بخش دولتیه یا عمومی یا خصوصی. بخش دولتی 4 میلیون نفر میتونه، حداقل الان 2 میلیون نفر شاغل داره میتونه تامین کنه. بخش عمومی هم 2 میلیون نفر. این 4 میلیون، پس 24 میلیون خانواده رو بقیه چیکار کنن؟ اونا باید تو بخش خصوصی کار بکنن. این قسمت تو حوزه آمایش باشه، باید باشه و فعالیت. اینجا همین دولتی که ملت پول خرجش میکنن بزرگترین مزاحم بخش خصوصی. چون اساسا این مأمور به چیه؟ به زیر ساخت است. بعد آقای دکتر این دولت یقه در فعالیت رو میبنده، در اشتغال رو میبنده، بعد میگه بگیرد مادیات بده. کسی نفهمیده الان این دولتی که نفت ملت در اختیارشه اصلا این مالیات چی دیگه چه صیغه‌ایه؟ آقای دکتر خیلی چیز عجیب غریبیه، یعنی ما ملت عجیبی هستیم. ها تمام فعالیت ملت، هر فعالیتی باید بکنن باید دارن از دولت مجوز بگیرن، کسی هم نمیدونه چرا. پس وقتی فعالیت توسعه، فعالیت و اشتغال رو آقای ربیع یک بار یک حرف درست زد، این ملت یقش گرفتن، گفت آقا من مسئول تولید اشتغال نیستم. راست میگه، ایشون مسئول تسهیل اشتغاله، ولی اساسا دولت در جمهوری اسلامی ساخته شده است برای مزاحمت در اشتغال. این ارزم چیه؟ پس وقتی اشتغال ایجاد نمی کنیم، بچه هامون تنوع در فعالیت نداری. آقای دکتر ساده ترین گزاره، من و شما اگر پول اضافه ای داشته باشیم، یا سکه و ارز، یا زمین، یا خودرو، یه جای دیگه نداریم. جوان هم دو سه تا انتخاب بیشتر نداره، یا کار دولتی یا عمومی یا خصوصی، که دولتی اشباع شده، عمومی هم که دیگه سه برابر شهرداری یا سه برابر ظرفیتشون دارن، میشه خصوصی هم که دیگه کاری بسن توان خصوصی هم که وجود نداره. این آدم مجبور به یک فعالیتی بره بپردازه، فعالیتی که الان عموما در دسترس هست، چیه؟ مواد مخدر و سرقت و زباله‌گردی و این
مایه شرمساری ملتی است و من خودم یکی از شرمسارترین اینها. من فکر کنم اون بحث سازمان برنامه و بحث نهادی و مدیریت نهادی این کشور بسیار مسئله جدی است و هنوزم نتونستیم بهش بپردازیم و خیلی هم دوست ندارن بهش بپردازن، نه دولت ها علاقه مندن این از دست بدن، نه حکومت دیگه حالا این کار رو داره، نه ما ملت پیگیری کرد، در حالی که عامل اصلیه و تا فکری به حالش نکنیم در حقیقت این وضعیت ادامه پیدا میکنه. البته این وضعیت فکر کنم بدی هم نهایتی داره، یک جایی احتمالاً دچار مشکلات جدی میشه. همینطوریه، نگاه کنید دکتر، نگاه کنید، من خیلی امیدوارم این کشور درست بشه و به خاطر همین هم همیشه میخندم و خیلی میگم جا. البته شاید چیز باشه، احساس میکنم از یه طرف صحبتاتون خیلی واقع بینانه است، یعنی دارید به یه چیزهایی اشاره میکنید که به نظرم نکات خیلی مهمیه. ممکنه وقتی که بعضی از روانشناسا یا بخشی از سیاستمدارا به موضوع مواد مخدر و اعتیاد میپردازن به اینجا ربط پیدا نکنن، اما الان شما یه نکته خیلی مهمی رو که دارید روش طرح میکنید، این که اگر میخوایم ببینیم که چرا شیوع مصرف مواد مخدر در ایران رو به افزایشه، باید در حقیقت به حوزه فعالیت و آمار اشتغال بیکاری نگاه کنیم و اگر میخوایم ببینیم که علت اون چیه، بریم ساختار نهادی که مهمترینش اینه که ما سازمانهای برنامه رو توی دولت‌ها زیر یوغ دولت‌ها قرار دادیم و اصولا دولت‌ها دیگه برنامه‌ای ندارن که بخوان اجرا کنن جز اون برنامه‌ای که مطلوب و مد نظر خودشونه. از طرف دیگه میگید که در حقیقت نه دولت‌ها اراده انجام این کار رو دارن و نه اصولا حکومت دیگه انگیزه ی انجام این کار ده، اما میگید من خیلی امیدوارم به آینده. این امیدواری و این تصویر در حقیقت پیچیده‌ای که از واقعیت ترسیم میکنید که خیلی هم مشکله، یعنی تصمیم برای جدا کردن سازمان برنامه و بودجه از زیر سلطه دولت‌ها، و مهمتر از اون یه نکته مهم دیگه اشاره کردید که به نظرم توی بحث محیط زیست خیلی مهمه و اون اینه که چون سازمان حتی حفاظت محیط زیست ما هم زیر یوغ دولت هاست و اگر آسیب ها و مسائل مهمی رو تو حوزه محیط زیستم داریم میبینیم ناشی از اینه و جدا کردن این دوتا اصلا کشیدنش از دل دولت ها یک کار خیلی سخته، اون وقت متوجه نمیشم که میگید خیلی به آینده امیدوارم. این امید و ناامیدی رو زیاد متوجه نشدم، اگه یه توضیحی بدید ممنون میشم. نگاه کن آقای دکتر، ما ملت ایران یک چیه عمومیه، این حرفی که میزنم خیلی کارشناسی نیست، ما ملت ایران تا انگار تا خسته نشیم مسواک نمیزنیم، تا شب امتحان درس نمیخونیم، تا دقیقه 90 گل نمیزنیم و و و و و این عاطفیش بود، این بذارید کنار. و یه دکتر نگاه کنید، ملتی که اومد، من خیلی موافق بعد کوچیک خانوار نیستم ها، ولی بعد کوچیک خانوار حساسیت رو بر فرزند زیاد میکنه. اولا اینکه بعد این خانوار کوچیک شد، دوم اینی که باسوادی این کشور و تأثیر کردگی زیاد شده، هرچند میگم فرهیخته نشده ولی دهه 90 به بعدی ها اینا فرهیخته هم میشن انشاءالله، چون اصلا نسل ما پدرانمون نرخ تأثیر کردگیشون 2-3% بوده، باسوادیشون حدود 30% بوده و این نسل بچه های ما دهه 90 ها نرخ باسوادی پدراشون بالای 70%، نرخ تحصیل کردگیشون بالای 25-30%. به نظر من ما فرصت فرهیخته شدن رو نداشتیم چون خود تأمینی کردیم، یعنی گرفتار معیشت بودیم، اونها مثل ما نیستن. بعد غیر از اونم ارتباطات جهانی، یعنی تسلط بر زبان انگلیسی و زبانهای بین المللی بین ماها سن من خیلی کمه، من هنوزم بلد نیستم تا جمله انگلیسی حرف بزنم. پس این ارتباط دوم رسانه و ارتباطات خیلی بود. بعد نکته جدیتر اینا که به یه تحلیل تلفیقی اینها میرسن و نکته اساسی که من واقعش فکر میکنم که حتما میشود و حتما باید بشود، آقای دکتر اگر قرار بود بابت این مسائل این تیپی بشر مزمحل میشد که اصلا الان توی دنیا آدم دیگه نبود، ولی من یه نگرانی دارم. من موقعی که دیدم تخت جمشید رو از زیر خاک در آوردن، من فکر میکردم از اولم این تخت جمشید رو بوده، بعد فهمیدم توی کمتر از 100 سال اخیر از زیر خاک در آوردن. خیلی نگرانم بابت اون، یعنی میگم ممکنه تمدن ها اساسا برن زیر خاک کسی نبینه اصلا، تاج فرمودید. ولی
با توجه به اینکه الان دنیای خیلی شفافی شده، بنده معتقدم همین ملتی که این انقلاب رو خودشون کردن، همین ملتی که این همه زحمت، این همه شهید برای این کشور دادن، این همه ملتی که این همه پول خرج کردن برای باسوادی تحصیل کردگی خودشون، این ملتی که میدونن که اصلا باید در این خاورمیانه زندگی بکنن، این خیلی میتونه اتفاق خوبه. نکته جدی آیدتون، ما تمام زیرساختمون بسته شده است، یعنی رامون تامینه، آبمون تامینه، برقمون تامینه، مدرسه‌مون تامینه، حوزه نفوذ تمام این زیرساختمون تا کور دهات ها هم رفته. اون خیلی باید هزینه میکردیم که اینها رو بسازیم. بعد جوان هم داریم، جمعیت جوان ما هم بالاست، امیدوارم اینها این مدل مدیریت رو از دست ما بگیرن. فرما یک چیزی اگر فکر کنم امشب فقط از این 80-90 نفر 4 نفرم بشنون، اگر این نسل از من به بالا دست از سر این جوان ها بردارید، حتما اتفاق خوبتری خواهد. نکته درستی های دکتر، اما یه نکته مهمتر، یعنی یه نکته خیلی مهمی توی صحبت های شما بود، این و اون، این بحث جدا کردن یه سازمانی مثل سازمان برنامه و بودجه از دولت ها بود، یا سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی و سازمان اجتماعی. زنده باد، دقیقا همینطوری. این چهار تا نهاد رو چطور میشه از دست دولت ها خارج کرد بدون یک سری، به خودتون هم گفتید نیاز به یه انگیزه و عزم و اراده خیلی زیادی داره که شما خودتون میگید من این انگیزه و عزم رو نمیبینم، گرچه به نسل آینده امیدوارید، به زیر ساختایی که ایجاد شده امیدوارید، اما نکته کلیدی صحبت های شما این بود که ما اگر این چهار تا نهاد رو در حقیقت از زیر سلطه دولت ها بیرون نکشیم، اصولا تغییر مناسبی در وضعیت ما صورت نمیگیره. این بیرون کشیدن این نهادها چطور اتفاق میفته؟ آقای دکتر، این شرکت ما 25 سال کار میکنه. شرکت نفتی. بله. در 25 سال از سال 82 دیگه ثبت کردیم، حرفه‌ای شروع کرد 19 سال. در این 19 سال بنده کارگری کردن، من برای مصاحبه این دوستان گفت، به این همشهری ما گفتن انگیزه چی بود برای صعود به سبلان؟ گفت انگیزه نمیدونم چیه، دنبال کنگر میگردم. ما دنبال معیشتمون بودیم، ولی این شرکت کار محصول هر آنچه که عدد رقم زیر رو کردم من و شرکتمون، به همین نقطه رسیدیم واقعش. یعنی شما استعذار دارید، ما اساسا شرکتمون روز اول اسمشو گذاشتیم پردازش اطلاعات، یعنی مثل یک جایی، مثل چی بگم، کلینیکی که کار رادیولوژی و نمی آزمایش خون انجام بید. در مجموع به اینجا رسیدیم که آقا جون ما گرفتار یه بی برنامه بید. اگر دولتی عاقل باشد و یک جو اون رئیس جمهور عقل داشته باشد، در سطح فردی میگم، میگه آقا من سازمان برنامه رو نمیخوام، سازمان برنامه لطف کن برو بیرون به من برنامه بده. آقای خاتمی تقریبا این کار رو کرد. یک آدم پدر مادر داری مثل آقای ستاریفر رو گذاشت اونجا. ستاریفر هم آدم شریفی بود، سخت وایستاد سر برنامه. همون موقع هم بود که یک سری کارهای زیرساختی برنامه، قبل از اون من تو یک مطالعات آمای سرزمین هرمزگان در خدمت آقای ستاریفر بودیم که اونجا من مدیر اجرایی اون که بودم، سال حدود 76 تا تقریبا زمانی که آقای ستاریفر تشکیل بودن سازمان تامین اجتماعی، بعدم رفتن ترکیب. آقای ستاریفر اون موقع داشت اقتصاد کلان اون مطالعات رو انجام میداد. بعد از اینکه ایشون تشکیل بودن سازمان برنامه، تقریبا میشه گفت دولت خاتمی از اون دولتایی بود که سازمان برنامه رو نسبتاً از دولت یه ذره هول داد اون بعد. و اون سازمان برنامه سازمان برنامه شد. بعد از اون خب دیگه تغییراتی که ایجاد شده، تا این دوره هم بازم نگاه کن، دوره قبل آقای روحانی هم تقریبا خواست یه ذره حرمت سازمان برنامه رو برگرد. دوره آقای احمدی نژاد که اصلا منحل کرد و تو تلقیقش کرد تو دولت، اون اصلا با اون تعبیر آقای احمدی نژاد به نظر من یه موقعی سازمان برنامه مال دولته، یه موقعی نه مال حکومت، مال ملت. من فکر کنم اگر رئیس جمهوری عاقل باشد، تو اصلا سازمان برنامه رو نمیپذیره، میگه مال هر کسی، برنامه تهیه کنه بده به من، من برم اجرا بکنم، پول و نیرو انسانی و زمانش هم برای من روشن کنه. خب این یکی عاقل بودن برنامه.
نکته دوم، حکومت باید به معنی حکومت باید این کارو بکنه. حکومت اگر نمایندگی از ملت بکند، مجلس شورای اسلامی که یک حکمی بکند سازمان برنامه مستقل. سوم، ما کارشناسا صدامونو برداریم که آقا جون این دولتی که میخواد بیاد مستقر بشه یا استاندار یا وزیر، یک دونه وزیر شما پیدا بکنید که بگه من رفتم وزارت تحویل گرفتم، یک برنامه با دیتیل به من دادن در مورد شاخص ها که برم اجرا بکنم، رفتم اجرا کردم، اینم خروجی اینه. توجه فرمودید؟ و یک وزیر رو پیدا بکنید که نگه من یک خرابه تحویل گرفتم. یک دولت هم پیدا کنید که بگه نه من یه خرابه تعبیر گرفتم یا نگرفتم. برای اینکه دکتر برنامه نبوده است. پس اگر عاقل باشد حکومت این کار رو بکند و این از منظر مجلس رو اتفاق. سوم، ما کارشناسای نگاه نهای دکتر با نمیگم جرأت نمی کردن بگم، ولی همین الانم هم که من دارم اینا رو میگم در مجامع مختلف، یک عده میگن این حکومتیه، یک عده اون میگه این دولتیه، یک عده میگه اصولگراست، یه میگه اصلاح طلبه، ولی به حضرت عباس من هیچ کدومشون نیستم. بنده به این نتیجه رسیدم که اساساً تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور اجتماعی مال ملت نباشد و این چهار ساحت رو در برابر دولت‌ها محافظت نکند، این کشور روی روز خوش به خودش نخواهد. مگه میشه که اگه اینطوری بود که خداوند این دنیا رو با این عظمت با این انضباط نمی ساخت که؟ مگه میشه توی خلقت اینقدر بی برنامه؟ خب الان شما فرض همین دولت آقای رئیسی تشریف آوردن، یک کسی به شما همین شما بفرمایید بگید آقا جون ما چه دولتی چه برنامه به این دولت دادیم به عنوان قوه مجریه، بگیم برین اجرا کنید. مگه شما میخوای ساختمونی برین بسازی، میگی به این بناها میگی این پول برو یه ساختمون یه جایی با یه ویژگی برای من بساز دست درد نکنه و یه زمانی. ما با دولت هم اینطوری رفتار میکنیم، پول نفت رو مال ملت بدبخت دادیم دست دولت. اصلا خیلی عجیب، ملت عجیبی هستیم ها. خیلی جالبه حاجی شد. اصلا این قبض و بست چرا در دوره اصلاحات آوردن صندوق ذخیره ارزی ایجاد کردن؟ آقای ستاری و آقای خاتمی میفهمید که نباید اون کار رو بکنید که این پول رو ول کنه تو بازار این ملت. تازه فرمودید؟ اینه که به نظر من باید سازمان برنامه ای چی باشد که حتی برای مواد مخدر هم برنامه ریزی کنن. به نظر من اول باید برای فعالیت ریزی کنن بعد برای بام. نکته جدی شاید که واقعا من این رو بازم تاکید بکنم، اعدام بچه های این ملت، به زندان انداختن بچه های این ملت توسط ما یه خیانتی است به این ملت. ببینید چون سوال شما فرود تو اون تکستتون اومده باشد، ببینید که 1,000,000 نفر رو ممکنه از حوزه باروری دور کنیم، از ممکنه 300,000-400,000-500,000 نفر از حوزه ازدواج دور کنیم. یعنی نگاه کنید ببینید چه خسارتی ما داریم میبینیم. اگر بخوایم اینو باز کنیم که داستان طولانی باشه، شما زیاد گوش کردید سرتون درد. نه خیلی خواهش میکنم، خیلی استفاده کردم آقای دکتر و نکات خیلی مهمی رو هم به ما گفتید. به نظرم برنامه خیلی آموزنده بود. اگه موافق باشید بریم سراغ پرسش آقای دکتر با توجه به زمان برنامه. البته خب من دیگه اون بحث راهکارهای مواجهه بهتر با این مسئله رو از شما نپرسیدم، چون در حقیقت خودتون اشاره کردید، یعنی در حین تبیین مسئله که چرا این شرایط به وجود اومده، که مهمترین نکتهش عدم استقلال اون چهار نهادی بود که تاکید کردید، طبیعتاً راهکارتون هم استقلال این نهادهاست و اینکه اگر استقلال این نهادها رو به رسمیت بشناسیم طبیعتاً حوزه فعالیت و بیکاری هم در طی چند سال یا مثلا نهایتاً یک دهه کنترل میشه و اون وقت نرخ شیوع و آسیب‌های مختلف ما و از جمله همین موضوع اعتیاد هم کنترل میشه و به یه حد نرمالی برمیگرد. من فقط یه نکته یاد تو در تکمیل اون عرایض قبلیم عرض کنم برای این راهکارا. بر اساس سنجش سرمایه اجتماعی باز هم تنها نهادی که ملت ایران الان بهش اعتماد دارن و فکر میکنن قابل تکیه است نهاد خانواده، بعد از اون نهاد آموزش. اگر بخوایم کشور رو یک ذره به یک اصلاحاتی برسونیم
آجو بخش، من این باتری گوشیم فکر میکنم دیگه به لحظات آخر باید بذارم شارژش بکنم. بله من حتما فقط این بزنید دکتر قبل از نه اینکه نه خام من بشه، چون گوشیم رو جابجا کنم یک لحظه ببخشید. بله دکور بفرمایید. چیم به هم میخوره ولی دیگه ما رو به دکور ببخشید. نه فکر کنم اصلا پس زمینه برنامه خیلی بهترم شده دکتر. بله ببخشید. خواهش میکنم. ببخشید آقای دکتر. نه خیر خواهش خدمتتون عرض میکنم. کنم آقای دکتر، نهاد خانواده اون چیزی که این هولدر هم جای سیماش نداره، ما یک گرفتاری های قریبی پیدا میکنیم. صدای من داره دکتر؟ بله عالی های دکتر، شارژر وصل یا شد؟ من دکتر؟ بله این من مجبورم این هنسفری رو در بیارم چون به اون نمیرسه. یا من آقای پیشی دکتر، الان خیلی عالیه. بله نهاد ما الان نگاه کنید، تنها نهادی که الان تو ایران ملت ایران بهش اعتماد دارن نهاد خانواده است. نمیشه حوزه اعتیاد و مواد مخدر رو ول کرد بذاریم که ببینم 20 سال دیگه سازمان برنامه مستقر می شود یا نه. تنها نهادی که الان قابل اتکاست نهاد خانواده است. به نظر من باید به خانواده ها پناه ببریم برای مدیریت مواد مخدر این کشور به صور ما، یعنی باز نکته هم به خانواده مهمیه، برگرد. اما کاملا صحبت شما درسته، اما خودتون هم میدونید که نهاد خانواده در ایران هم به شدت تحت فشار قرار گرفته و به ویژه مثلا در شاید چند سال گذشته با این افزایش نرخ تورم ما دقیقا با یه اضمحلال نهاد خانواده هم مواجهیم، یعنی خانواده هم داره من تلاش نگاه نهاد دکتر، نهاد خانواده هم اگه یه روز با هم صحبت کردیم اون هم مرثیه خودش رو داره، یعنی همین یه قلم هزینه درآمد خانوار رو تنظیم بررسی کنیم، همین قلمی مثل طلاق رو ببینیم، میانگین سن ازدواج بالا رفتن و بعد خانوار، همه اینا داستان. ولی باز هم عرض کردم که بر اساس سنجش سرمایه اجتماعی فعلا نهاد خانواده بهترین نهاد بود، بعد از اون نهاد آموزشه. پس نکته اولش اینه که واقعا نهاد خانواده تنها در شرایط فعلی تنها نهادیه که میشه بهش برگردیم برای مدیریت مواد مخدر این کشور. نکته دوم پناه آوردن جامعه به جامعه. نگاه کنید ما یه موقعی به خدا پناه میبریم، و اون که به خدا پناه میبریم هممون که پناه میبریم، و این نکته دوم جامعه به جامعه پناه ببرد، یعنی این جامعه یک جایی باید از خودش به سطوح بیاد بشینه با خودش گفتگو بکنه. آقای دکتر ما مهارت گفتگو یاد نگرفتیم، یعنی ما نتونستیم با نهاد آموزش ما یا اساسا شیوه خانوار ایرانی و خانواده ایرانی و پدر سالاری اساسا فرصت گفتگو رو به ما نداده. ولی به نظر من باید شرایط ایجاد کنن یا و ایجاد بشه که دانشمندانی مثل حضرت عالی و بقیه دوستان که آیا جامعه به جامعه گفتگو کند برای مدیریت این شرایط. نکته جدیتر آقای دکتر، ما وقتی 1 میلیون قاچاقچی داریم، 2 میلیون حداقل قاچاقچی داریم، بیش از 5-6 میلیون هم معتاد داریم، چرا با اینا گفتگو نمی کنید؟ یاد کنید اینا اون مدل NA رو راه انداختن، خودشون در ترک اعتیاد خیلی موفق تر از بقیه جامعه هم. من میگم همین ظرفیت این برادران عزیز و بچه های این کشور که الان 200-100 هزار تاشون زندانه، حدود سال 400 هزار تاشون هم درگیر میشه، دستگیر میشه و حدود میگم اینها ما مهارت پیدا نکردیم با اینا گفتگو بکنیم. که این معضل رو بیاد بشیم با هم حل کنیم. آقای دکتر این یک ما اومدیم از این طرف با چکش با اینا رفتار میکنیم، اونها معیشتشون درگیره. من فکر میکنم جامعه باید یک موقعی اینها رو به رسمیت بشناسد که 5-6 میلیون نفر آدمی که درگیر این موضوع هستن، این 5-6 میلیون آدم تقریبا 1/4 جمعیت این کشور هست، جمعیت خانوارهای این کشور هست. یا تقریبا 10-15% حدود 8% جمعیت این کشور هست. با هم گفتگو بکنیم، همینطوری که خودشون به گفتگو افتادن ها، الان اتفاقا این گروه NAU این که خودشون به گفتگو افتادن، ولی ما با اینها رو به رسمیت نشناختیم. من فکر میکنم یکی نهاد خانواده است، یکی نهاد گفتگو با
اصلا خود جامعه رو واقعا آدم باید حساس بکنه. یکی هم این گروهی که و این جماعتی که درگیر این داستانن با هم بیفتن به یه فکری برای اصلاح این امور. بعضیا به من میگن شما میخواید از اونجایی که میگم اتفاقا اونجا بهترین جاشه، اون رو تو تعداد قاچاق کالا و عرض کردم گفتم این برادران قاچاقچی رو بیارید با اینا گفتگو کنید، اونا بهتر مدیریت میکنن، برای چی منو میارید اینجا که اصلا تو عمرم یک موبایلم قاچاق نکردم؟ لازم بودید اینه که من فکر میکنم واقعا شاید اتفاق بعد به نهاد خانواده. بله میفرمایید نهاد خانواده مشکل داره، بله منم میدونم مشکل داره، ولی یک و دو دهم بچه بیشتر ما نداریم و ما نمیتونیم اینا رو به خدا برسونیم و در رأس همه اینا حکومته، نه دولت ها، حکومت و حکمرانی باید یک مدل دیگه مواجهه کنه، چون باز نشون داد با زندان و دادگاه انقلاب و اعدام و پشت و بر و اینا نمیشه. آید دکتر اینقدر ریسکش کمه که اساسا هر کسی وسوسه میشه بزنه به این خط و اینقدر گرفتاری های زندگی زیاد که به ریسکش میارز. بله سپاسگزارم. آید دکتر یکی از دوستان از پرسیدن که آیا شما منظورتون اینی که ما تفکیک قوا نداریم؟ ما تفکیک قوا نه، چون وظایف رو تفکیک نکردیم اصلا تفکیک نداریم، چون برنامه نداشتیم. وقتی برنامه نداشتیم میگن در صورت تفکیک قوا وجود دارد، ولی به نظر من وقتی برنامه وجود نداشته باشد که برنامه رو یکی اجرا کنه، یکی نظارت کنه، یکی تصویب کنه، اصلا تفکیک قوایی وجود نداره. در صورت هست ولی در سیرتش نیست. بله از اون چیاش هم بپرسش. بله پرسش ها رو دارم نگاه میکنم، بعضی دوستان نظراتشون رو گفتن، حالا البته دوباره توی برنامه چند بار تکرار کردیم، اما یکی از دوستان گفتن که از بین اون 4 تا نهاد محیط زیست و سازمان برنامه رو گفتید، اون دوتای دیگر رو نشنیدن، اگر امکان داشته باشه اون رو دوباره تکرار کنید. سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور اجتماعی، چون دولت ها مخل این 4 ساعتن، یعنی حوزه اجتماعی رو به شدت مواظب نیستن. نگاه کن آقای دکتر، من یکی از شاید این حوزه اجتماعی برای دوستان چی نباشد، ولی رئیس جمهور یک اظهار نظری میکنه که یه تنشی تو روان ملت میندازه، پیوست این جملاتشون رو انگار ندارن، بگن آقا چه گرفتاریه، بعد اقداماتی میکنن پروژه. شما هیچ پروژه دونه درشت این کشور و ریز پیوست اجتماعی فرهنگی نداره. اگر آقای مثلا که دوستانی مثل آقای دکتر فاضلی و آقای دکتر پاکسرش و دوستان دیگه این سالیان در حوزه بحث های پیوست اجتماعی و خدمت عرض کنم بعض پیامد های اجتماعی و اثرات اجتماعی اینها، این همه فعالیت خب اصلا وجود نداره. پس جامعه ایرانی اساسا در برابر فعالیت های زیرساختی دولت مسئول نیست. پس یکی شد سازمان برنامه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اجتماعی و بانک مرکزی. پول مال ملته، چرا دست دولت؟ درست. آقای دکتر چون میدونم در حقیقت شما با لایه‌های مختلفی از نظام تصمیم گیری و نظام سیاسی هم گفتگو کردید و احتمال خیلی زیاد، احتمال قریب به یقین، این تمام این نکات رو توی سالهای گذشته منتقل کردید و تذکر دادید، به نظرتون چرا به سمت پذیرش این ایده‌ای که واقعا به نظر ایده کاملا درستی میاد حرکت نکردن، علی رغم هزینه‌ها و هزینه‌های بسیار سنگینی که مشاهده میشه این ناکارآمدی داره به جامعه ایران تحمیل میکنه و مسیر ناخوشایندی که داخلش قرار داریم که آخرش رو تقریبا هممون میدونیم اگر مسیر ادامه پیدا کنه به کجا میرسه، چرا تن به این اصلاحات نهادی که شما گفتید داده نشده؟ آقای دکتر میدونید ما متاسفانه گیر یک بی اقدامی افتادیم. دیدی بعضی موقع یک بنده خدای فامیل ما بود به برادرش میگو پدر میدونم تو راست میگی ولی من قبول نمیدونم. نکش اساسی به درست خود میدونم تو راست میگی ولی من قبول نمی کنم. نگاه کنید یه موقعی هست شما عرضی من دارم میدونی راست میگم ولی یک موضعی داری نمیخوای قبول کنی، این موضع بیشتر عاطفیه،
یه موقعی نه من میگم شما قبول هم میکنید، ولی انگار دل و دماغ اقدامش رو ندارید. تایید فرمودید؟ بله درسته. یه موقعی نه اصلا شما میدونید دل و دماغ اقدامش هم داری، ولی انگار مسائلی وجود داره، اینقدر مسائل گرفتارت کرده که اساسا فرصت خانه تکانی نداری. نگاه کنید، یک دلاوری در خانه تکانی و در پذیرش عقیات بنیادی و اساسی نیازه. شما تصور بکنید من و شماها خانم مثلا میگه خونه رو بتکنیم، 40 بار 1000 تا بهانه میاریم که نه فردا، پس فردا، پس این فردا. اساسا نگاه کنید این رفرش کردن کار بسیار سختیه. من شما میخوایم موبایل و لپتاپونو رفرش کنیم با احتیاط این کارو میکنیم. به نظر یه بخشش ما اینه، فکرم میکنم شاید من خیلی موفق نبودم یا اصلا این گفتگو در نگرفته. حاجی فتایی ممکنه این گفتگو 10 بار تو گفتگوهای من و شماها تو یک جاهای مختلف اتفاق بیفته. من بیشتر در اندرونی ها صحبت میکنم. من خیلی میدونم اهل فضای مجازی نیستم، میخونم مطالب دوستان رو، گوش میکنم، استفاده میکنم، ولی خیلی اهل فضای عمومی نیست. این گفتگو انگار این عرایض بنده پابلیک نشده به تعبیر، پس میره توی اندرونی ها. میانگین عمر مدیران این کشور هم حداکثر 7-8 ماه. بعد 7-8 ماه رفت میگه این گراون راست گفتاری، ما هیچ غلطی نکردیم. یکی از دوستان پرسیدن که آیا منظورتون از بیرون کشیدن اون 4 نهاد از دست دولت کوچک کردن دولته، یا به نظرم بیشتر منظورتون کارآمدتر کردن نظام حکومتی؟ نه، من دولت رو که اصلا نمیگم، دولت این کشور حد اکثر باید 500 هزار نفر باشه، حد اکثر، یعنی خیلی ولش کنید. دولت 3-4 میلیونی، آقای دکتر شما نگاه کنید سرانه، یعنی عین اینه که یک ما الان دولتمون اگر با خصولتی ها و اینور اونور نگاه کنیم حدود 4 میلیون نفر خدم و حشم داره. ما 80 میلیونیم، 4 میلیون خدم و حشم داریم، یعنی میشه چند تا؟ میشه برای هر چی بگم، هر 2 نفرمون یک نفر. چند نفر؟ 20 نفر؟ چند نفر؟ هر 20 نفر یعنی چی؟ یعنی 20 نفر هر 20 نفر یک نفر. آخه من کیم هر 20 نفر یه نفر؟ ما چه خدمات میدونم ما میدی؟ پس دولت که معتقدم باید خیلی کوچیک شه، ولی اندازه اون 2 تا نهاد 4 تا نهاد اینقدر نیست. یعنی اون به نظر من میگم دارایی مردم رو از دست دولت ها بیایید بیرون که دولت، یعنی این اینی که من و شما اگر کسی رو میفرستیم یه کاری برامون انجام بده که تمام شما را حسابامون و تمام محرمیات خانواده و همه چی رو که دستش نمیدیم. قوه مجریه است، قوه مجریه باید بهش برنامه بدی و پولم بدی، زمانم بدی که کارت انجام بده و نذاری محیط زیستم تخریب کنه و اعصاب بچه‌هاتم خرد کنه. مثلا دولت‌ها تخصصشون همینه است دیگه. بله. بله. یکی از دوستان پرسیدن که آیا همین برنامه آمایشی هم که تهیه شده توسط متخصصین واقعی تهیه شده؟ نه. میدونید آمایش یک بنده خدایی گفت قرض برده بود بالا، گفته بود 500 تومن قرض بده. گفته بود اول این قرض نیست، این زوره. بعد این گرفتنته پس دادن چجوریه؟ نگاه کنید برنامه آمایش ممکنه الان دوستان سازمان برنامه این برنامه رو ببینن بر من خورده بگیرن. همین برنامه آمایشی که الان تهیه شده، آقای فتایی، برنامه آمایش کرمانشاه مثلا 10 سال پیش تهیه شد، برنامه آمایش لرستان 15 سال پیش تهیه شده، برنامه مثلا مرکزی امسال تهیه شده، برنامه خراسان رضوی 3 سال پیش تهیه شده. بعد جالبتر این که در سالهای مختلف و در مقاطع مختلف برنامه آمایش تهیه شده. بعد آوردن چیکار کردن؟ استان کرمانشاه گفته من از هواپیما و پتروشیمی باید بسازم داشته باشم تا برسه به گاز و آب و برق و همه چی. انگار همدان و کردستان و ایلام و لرستان این ورمارش نبوده و خودش اپوخه شده در آسمان شکل گرفته. بعد استاندار گفته به مشاور باید اینا رو بنویسی. بخش عمده از مشاورین ما اینقدر دلاوری ندارن که وایسن، اون باید بیچاره پولش رو بگیره. اون میگه این برنامه‌ای که
مشاور میره برنامه رو تهیه میکنه، درست هم تهیه میکنه، ولی اینقدر اعمال نظر نماینده مجلس و استاندار و فرماندار این ور اون ور بش میشه، اساسا استقلال علمی وجود نداشته از بنیاد. بعد اونها تهیه شده، سازمان برنامه کشور آوردن گفتن آمایش ملی رو تهیه کنیم. بازم خیر ببینه دولت های روحانی، یعنی آقای نوبختی، این تفتون رو داشتن، آوردن همه این آمایش ها رو جمع کردن با همه گرفتاریاش، گفتن اینا رو بچلونی بینیم از توش چی در میاد آمایش ملی رو تهیه کنیم. چیزی در نیومد. یه چیز در آوردن. ولی من میگم آقای دکتر نگاه کنید، من همینم هست. اگر بهش ملزم باشیم، بنده معتقدم کاتی بهتر از هیچیه. ولی اینی که آیا آمایش به روشمند باید تهیه بشه، اگر سازمان برنامه مستقل نباشد، آمایش درستی هم انجام نمی شود. بله، این نکته مهمی بود به نظر شما. در حقیقت همون ایرادی که دارید میبینید، این آمایش توی سازمان برنامه‌ای داره انجام میشه که به نظر شما اون ایراد اساسی رو داره، یعنی زیر یوغ دولت. دقیقاً اصلا راجبه برای چی عموم شرکت‌های مشاور یا از خارج از کشور میارن یا داخلی خصوصی هم. برای اینکه اساساً اینا استقلال رأی باید داشته باشن. ولی یه گیری به ما داریم و اون این که دولت باید پولمون بده. وقتی دولت میخواد پول بده، من اون چیزی که بنویسم باید میگه برام شریعتی میگه بگو از کجا میخوری تا بگم چطور میاندیشی. خب من وقتی از اونجا میخورم باید مثلا اون برای اون بیاندیشم. این بله درسته. من سعی کردم تمام پرسش هایی رو که دوستان طرح کرده بودن رو بخونم. فقط حالا ممکنه که بعضی از دوستان اظهار نظر کرده بودن، اون اظهار نظرها هم ارزشمند بود و فقط دارم نگاه میکنم ببینم اگر پرسش خاصی باقی نمونده. یکی از دوستان گفتن که بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت به معنای عام تمام هستی و نیستی ما رو در اختیار داره و آیا به نظر شما باید اون وقت باید در این اصل قانون اساسی هم بازنگری کنیم؟ من که معتقد نیستم که دولت باید تمام هستی و نیستی رو داشته باشد. اون شاید حکومت باشه که اجازه چی رو داشته باشد به تعبیر چی، ولی نمیدونم اون اصل رو، من دقیقا یادم نیست که مفادش چی هست. ولی بنده معتقدم دولت در یک کشوری قوه مجریه است. قوه مجریه پادو و ملته، باید بره در زمان خاص، فعالیت خاص، با پول خاص، به منظور خاص، با خروجی خاص تحویل بده. و اگر این نکرد باید چیه؟ بعد این رو مجلس تصویب میکنه، سازمان برنامه تهیه میکنه، قوه قضاییه ضامن اجراییشه. درجه فرمودید؟ اجالتاً الان مثلا سازمان بازرسی و بقیه مأمور چی هن؟ مأمور اون نظارت بر اون برنامه هایی هن که دولت تهیه کرده. اساساً یعنی برنامه وجود نداره که. درجه فرمودید؟ اینی که من میتونم هر برنامه تهیه کنم و به نظر من اون برنامه، این 6 تا برنامه یا 5 تا برنامه گذشته، ما کارشناسا برای منافع خودمون تهیه کردیم، اصلا برای یا اصلا کسایی که تو دولت بودن برای منافع دولت و خودشون و بخشاشون تهیه کردن، یک جای فرابخشی نبوده است. بله. یکی از دوستانم گفتن که مواد مخدر و مشروب جزء صنعت سرگرمیه و این الگو در سبک زندگی برخی خانوارها هست. یه توضیحی که به نظر میشه داد، اصولا ما در این برنامه طبیعتاً توی هر جامعه‌ای و توی هر اجتماع انسانی یه درصدی از نرخ یه اینطور پدیده‌هایی و نرخ آسیب‌های اجتماعی معموله، اما مسئله ما در ایران اینه که این نرخ از اون حد نرمال بسیار فراتر رفته و در طول چند دهه هم ادامه پیدا کرده. دکتر گراوند عزیز، احیاناً اگر نکته‌ای به نظرتون باقی مونده که بخواید روش تاکید بکنید ممنون میشم که بفرمایید. من که خودم به شخصه خیلی استفاده کردم و به نظرم این پیوند دادن ساختار نهادی که در جامعه ایران داره در حقیقت مدیریت میکنه با مسئلهی مثل موضوع اعتیاد، و اون وقت شما پیوندی که دادید که اعتیاد یکی از آسیبهایی که این ساختار نهادی داره تولید میکنه و تا وقتی این رو تغییر ندیم نمیشه امیدی به بهبود وضعیت داشت، این به نظرم یه نکته کلیدیه که امیدوارم کسانی که اراده و توان یک اینطور تغییراتی رو دارن حتما این نکته رو بشنوند و تا در حقیقت بیشتر از این دیر نشده این اصلاحات اساسی که شما بهش دارید اشاره میکنید رو انجام بدن. اما به نظرم آموزه خیلی مهمی بود که باید حتما همه ما بهش توجه کنیم. اگر
نکته‌ای به نظر خودتون مونده که دوست دارید روش تاکید بکنید توی برنامه امشب، من در خدمتتون هستم آقای دکتر. من نکته خاصی ندارم آقای دکتر. این موضوع خب لطف حضرت عالی بود و در این زمان کوتاه یک ساعت یک ساعت و نیمه گفتگوی کردیم. من عذرخواهی کنم از این دوستانی که من پیام‌هاشون رو، چون صفحه این پیرن من سفیده، تایپای اونم سفید میاد، هیچی ازشون نمیبینم، خیلی ببخشید، توفیقی بود. من یه نکته ای دارم فقط عرض کنم. این نکته من بیشتر شخصیتی آید کرد. من بیشتر آدم عاطفی ام تا آدم عقلانی خدمت برس کنم. من یکی از بزرگترین دردهام و همیشه اذیتم میکنه اینی که برادر و خواهرای من از سر گرفتاری معیشتشون مجبور به فعلی بشن که نه شأن خودشونه، نه شأن خانوادهشونه، نه شأن این جامعه است. از اون ور به تخریب برادران و خواهران خودی بیاد قیام کنن که اساسا این پاره جان این ملت هست. و خدمت رو ارز کنم اجالتا یک سری از سر گرفتاری معیشت دست به اقدامی میزنن که اون هم که تخریب میکنن بازم برادرشون، و ما هم به عنوان عنصر سوم در اعدام و کشتن کسانی اقدام میکنیم که هم عزیزترینمونن و هم امیدمونن و هم این کشور رو باید بسازن. آقای دکتر، تامین نیروی انسانی پرهزینه ترین فعل بشر، یعنی آماده سازی نیروی انسانی برای توسعه یک کشور. از اینها سالی 450 هزار نفر دستگیر میشن و به یک گونه تولید پرونده میکنن. بعد قضات عزیز ما هم برای کسانی دارن حکم میزنن و میندازن زندان و اعدام میکنن که اینها بی پناهترین برادران و خواهران من شما. بنده میگم این چرخه رو همه ما با هم اصلاح کنیم. همون کسی که تولید مواد مخدر، همون این راش هم اون بحث اصلاح بنیادی نظام اقتصادی اجتماعی، ولی ممکنه اون دیر اتفاق بیفته. ما یعنی نظام اجتماعی بیاد پای کار، اینی که چگونه بیاد پای کار نیازمند یک بررسی جدیه که چگونه بیایم پای کار که همه این جا افراد و این بازیگران این حوزه جذب نظام اجتماعی معطوف و به سلامت بشود، چون یک ارتش بسیار بزرگ چند میلیون نفریه، یعنی 5-6 میلیون نفر حداقل، 5-6 میلیون نفر در این فعالیت دارن و میلیاردها هزینه پولی مالی و برای این کشور داره. ما فارغ از این که حکومت چگونه عمل میکند و دولت چگونه عمل میکند، نظام اجتماعی باید خودش از سبب دیگه عمل بکند. اینا برادر خواهرای ما و زندگیمون به اینها وابسته است. و اجالتا من خیلی ناراحتم آقای دکتر، واقعش به شدت ناراحتم. و از همه این ناراحت کننده تر این که بنده گراون خودم یکی از بازیگران انگار گرفتاری این برادر خواهرارم بودم، چون بسیار بسیار کمکاری کردم و همیشه هم یکی از ناراحتیام اینه که اگر اون دنیا درست باشه و راست باشه، خدا چطور میخواد از تقصیرات من بگذره. هرچند مطمئنم این مردم از ما نخواهند گذشت، چون حداقل اینه که به قول فرمایش شما کسی حرفمون رو میشنوه. وقتی حرفمون رو میشنوه کوتاهی کردن بسیار بسیار ناجوان مردانه است. اجالتا اگر یک توصیه بخوام بکنم به حوزه مدیریت فعالیت این کشور، دست از تولید داخلی برداریم، بریم دنبال تولید در داخل. برای تولید در داخل هم رامون ترک مخاصمه با دنیاست. ترک مخاصمه با دنیا اگر امروز انجام بشود به خاطر نجات دادن این جوانان این ملت، عایدات امروزمون اگر 10% باشد، بسیار بهتر از اینی که 8 ماه دیگه این کار رو بکنیم که عایداتمون بشه 90%. این 10% در این فاصله تخریبی که ما نظام اجتماعی میپذیرد خیلی بیشتر از اون عایدات 90% 8 ماه آینده. من فکر می‌کنم باید بریم به طرف توسعه اقتصادی و فعالیت این کشور، توسعه فعالیت دیگه به معنای عامش. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی بزرگواری کردید، مثل همیشه صبوری کردید.
حرفای پرت و پلای مرا گوش کردید. بینندگان نازنین و عزیز ما هم همینطوری، از همتون سپاسگزارم. انشاءالله خداوند صحت و سلامت به همه خودتون و خانواده. سپاسگزارم آقای دکتر. بعد از صحبت شما به نظر من نکته ای رو نگم بهتره و با همین صحبت های دلنشین برنامه امشب اگر تموم بشه شاید بهتر باشه. امیدوارم صحبت های مهمی که در این برنامه طرح شد به گوش اونهایی که میتونن تصمیم بگیرن قبل از اینکه دیر بشه یا فرصت از دست بره برسه. و به قول آقای دکتر گراوند در حقیقت ما شاهد این همه قربانی ناکارآمدی های نهادی موجود در جامعه ایران نباشیم و اون وقت با قربانی هم به اون شکل برخورد نکنیم. خیلی لطف کرد آقای دکتر گراوند. من آخرین چی هستم؟ این تابلو پشت سر من یک دوست ارجمندی به نام آقای سلیمان میری برای من نوشته. من گفتم بهش، گفتم این شعر برای من بنویس چند ماه پیش که تو مگو که همه به جنگند و از صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود بیافروز. واقعش ما هر کدوم سر جای خودمون یک کاری بکنیم اتفاق خوبی میفته. قربون شما ده. امیدوارم همینطور باشه. بله باشه. واقعا به همین پتانسیل ها و نیروها و منابع انسانی و انگیزه های موجود در جامعه ایران آدم میتونه امیدوار باشه و به نظرم فردای ایران رو همین ها میسازه. خیلی خوشحال شدم و خیلی لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم بتونیم در خدمتتون باشیم. ان‌شاءالله که دوستانی هم که تا این ساعت از شب ما رو همراهی کردن سپاسگزارم. به نظرم در مقایسه با برنامه‌های گذشته بیننده‌های بیشتری برنامه ما رو دیدن. این جای خیلی خوشحالی داره چون هم موضوع مهم بود و هم تبیین و راهکارهایی که ارائه شد تبیین و راهکارهایی بود که صرفاً به بحث موضوع اعتیاد ارتباط پیدا نمی‌کرد و کل حوزه مسائل آسیب‌های اجتماعی رو تا یه حدود زیادی پوشش می‌داد. خیلی ممنون آقای دکتر گراوند. شب خوش براتون آرزو می‌کنم. خوشحال شدم. خیلی ممنون. خیلی لطف کردید. شما شب همه دوستان خوش. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.